این خانه متبرک، نوشته جونپا لاهیری. اولین تکه را توی کابینت بالای اجاق گاز کنار یک بطری دربسته سرکه مالت پیدا کردن. توینکل وارد اتاق نشیمن شد. کارتون‌های بزرگ چسبدار سر تا سر اتاق را پر کرده بود. بطری را در یک دست و مجسمه چینی سفید مسیح را که تقریبا هم‌اندازه بطری سرکه بود در دست دیگرش تاب می‌داد. سانجیو روی زمین زانو زده بود و تکه چوب‌هایی را که از نوار چوبی دور کف اتاق کنده شده بود می‌چسباند. سرش را بالا آورد و به دست‌های توینکل نگاه کرد. گفت: بیانداز دور. گفت: کدام را؟ گفت: هر دو را. گفت: اما می شود با یک سرکه یک چیزی بپزم، درش که هنوز باز نشده. گفت: تو تا حالا هیچ وقت با سرکه چیزی نپختی؟ گفتم: خب از توی کتاب پیدا می کنم، یکی از همونهایی که سر عروسی هدیه گرفتم. سانجیو رویش را برگرداند و تکه چوبی را که دوباره افتاده بود سر جایش چسب. گفت: پس تاریخ مصرفش رو نگاه کن، در ضمن اون مجسمه احمقانه رو هم بیانداز دور. توینکل گفت: اما شاید با ارزش باشه، از کجا معلوم؟ توینکل سر و تهش کرد، بعد با انگشت اشاره چینهای زیر لباس مجسمه رو دست کشید و گفت: چه قشنگه. سانجیو گفت: ما مسیحی نیستیم. تازگی ها متوجه شده بود که لازم است خیلی از مسائل بدیهی را به توینکل گوش زد کند. حتی همین دیروز به او گفته بود که اگر به جای اینکه پایه میز را بلند کند، آن را روی میز بکشد، روی پارکت خط می‌افتد. توینکل شانه هایش را بالا انداخت و گفت: نه، البته که ما مسیحی نیستیم، ما دو تا هندوی خوب و ملوسیم. بعد سر مجسمه را بوسید و آن را روی تاخچه شومینه گذاشت که به اعتقاد سانجیو حتماً بایست گردگیری می شد. آخر هفته که رسید، تاخچه شومینه هنوز پر از گرد و خاک بود و در عوض تبدیل شده بود به دکوری شلوغ و در همی از وسایل زینتی مرتب با انجیل مسیح. یک کارت پستال سه‌بعدی از قدیس فرانسیس که توینکل پشت قفسه داروها پیدا کرده بود، یک جاکلیدی صلیبی چوبی شکل که سانجیو هنگام نصب قفسه‌های اضافی در کتابخانه توینکل پایش روی آن رفته بود، یک تابلوی قاب شده رنگامیزی با اعداد که از سه مرد فرزانه که روی پس زمینه مخمل مشکی چسبیده بود و آن را در لابلای ملافه پیدا کرده بودند، و همینطور یک سپایه سفالی که داخل یکی از قفسه‌های ظروف چینی اتاق نارخوری جا مانده بود و روی آن تصویری از مسیح نقاشی شده بود که با موهای طلایی و صورت بدون ریش در بالای کوه مشغول موعظه بود آنجا بود. فردای آن روز همونطور که توینکل روی تاخچه برای ظرف گنبدی شکلی با مینیاتور صحنه میلاد مسیح جاباز می کرد، پرسید: فکر می کنی صاحب خانه قبلی از آن مسیحی های دو آتیشه بوده؟ این را پشت لوله های ظرفشویی آشپزخانه پیدا کردن. سانجیو داشت جزوه های مهندسیش را به ترتیب حروف الفبا در کتابخانه می چید. هرچند که سالها بود دیگر نیاز نداشت به آنها مراجعه کند. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه MIT از بوستون به کانکتیکات آمده بود و در شرکتی حوالی هارتفورد مشغول به کار شده بود. و اخیراً هم خبرهایی به گوشش رسیده بود مبنی بر اینکه ممکن است به معاونت شرکت منصوب شود. با 33 سال سن، یک منشی شخصی و دست کم 12 کارمند داشت که تمام اطلاعات مورد نیازش را بلافاصله برایش تهیه می‌کردند. با این حال وجود کتاب‌های دانشکده در اتاقش یادآور دوران خوشی بود که هر روز عصر از پل خیابان ماساچوست رد می‌شد. در رستوران هندی مورد علاقه‌اش در آن طرف چارلز سفارش مرغ مغولی با اسفناج می‌داد و دوباره به خوابگاهش برمی‌گشت تا درس‌هایش را پاک نویس کند. توینکل متفکرانه ادامه داد:
یا شاید هم خواسته دین آدم ها را عوض کند. سانجیو گفت اینطور که معلوم است این نقشه در مورد تو یکی خیلی خوب عمل کرده. توینکل بی اعتنا به حرفش گنبد شیشه ای را تکان داد و برف بالای استبل توی ظرف چرخید و به هم خورد. بعد خواهش کنان گفت سانجیو اصلا دلم نمیخواهد اینها را دور بیاندازم. معلوم است اینها برای آدم هایی که قبلا اینجا زندگی میکردند مهم بوده. فکر میکنم اگر اینها را بیاندازم توی سطل آشغال به مقدسات توهین کردم. سانجیو گفت اگر اینها اینقدر با ارزش بوده پس چرا با خودشان نبردن؟ چرا همه جا مخفیشان کرده؟ توینکل گفت باز هم باید باشد. با نگاه روی دیوارهای سفید چرک گشت. انگار چیزهایی هم پشت گچ دیوار مخفی شده بود. گفت فکر میکنی دیگر چه پیدا کنیم؟ اما در مدتی که کارتونها را باز میکردن لباسهای زمستانی را در کمدها جا میدادن و تابلوهای ابریشمی را با تصاویری از مراسم رژه فیلها که در ماه عسلشان از جیپور خریده بودند به دیوارها آویزان میکردن. چیز دیگری پیدا نکردند. توینکل مأیوس و پکر شده بود. تقریبا یک هفته بعد عصر سه‌شنبه بود که پشت شوفاژ اتاق خواب مهمانان پوستر آبرنگ لوله شده ای از مسیح پیدا کردند که تاج خاری روی سرش بود و قطره‌های اشک درشت و شفاف بر گونه‌اش می‌لغزید. سانجیو آن را با پشت دری اشتباه گرفته بود. توینکل سیگاری روشن کرد و گفت باید آن را یک جا آویزان کنیم که توی چشممان هم باشد. با لذت به سیگارش پک زد و آن را نزدیک صورت سانجیو مثل چوب رهبر ارکستر بالا و پایین می‌برد. ارکستری مثل سمفونی پنجم مالر، آهنگساز شهیر اتریشی که از استریوی طبقه پایین پخش می‌شد. سانجیو انگشتش را روی یکی از آن اشک‌های بادام زمینی شکل چهره مسیح زد و گفت ببین تا حالا این آشغال‌های مقدس را توی اتاق نشیمن تأمل کردم اما این یکی را دیگر نمی‌گذارم توی خانه‌مان آویزان کنی. توینکل به او خیره شد. دود سیگار را آهسته از سوراخ‌های بینیش به شکل دو ستون آبی بیرون داد. بعد پوستر را آهسته لوله کرد و یکی از کشهای دور مچش را که معمولا موهای زبر و پرپشت و رگدار حناییش را با آنها پشت سرش جمع می کرد دورش بست و گفت توی کتابخانه می چسبانم. اینجوری دیگر مجبور نیستی بهش نگاه کنی. سانجیو گفت پس مهمانی خونه تو چی؟ مهمانها حتما به همه اتاقها سر می کشند. کلی از همکاران اداره را دعوت کردم. توینکل چشمهایش را گرد کرد. سانجیو متوجه شد و سمفونی مالر که حالا قطعه سومش پخش می شد با ضربه های تند سنج به نقطه اوجش رسیده بود. گفت خب آن را پشت در می چسبانم. اینطوری وقتی آنها توی اتاق را نگاه می کنند نمی بینندش. خوب شد؟ و با سیگار و پوستر از اتاق بیرون رفت. مقداری خاکستر سیگار روی زمین ریخته بود. سانجیو خم شد. آن را بین انگشت ها گرفت و داخل دست دیگرش که کاسه کرده بود ریخت. قطعه ملایم چهارم شروع شد. صبح سر میز صبحانه در نوشته های جلد سیدی خوانده بود که مالر با فرستادن دست نویس این قطعه برای همسرش از او خواستگاری کرده بود. در نوشته پشت سیدی آمده بود که با اینکه عناصری از تراژدی و تلاش و کشمکش در سمفونی پنجم مالر وجود دارد اما مجموعاً یک موسیقی برآمده از شادی و عشق است. سانجیو صدای سیفون توالت را شنید. توینکل داد زد که راستی اگر می‌خواهی به مهمان‌ها خوش آمد بگویی روز مهمانی این آهنگو نذار. باشه من که خوابم می‌گیره. سانجیو به دستشویی رفت تا خاکستر سیگارش را خالی کند. ته سیگار هنوز در کاسه توالت بالا و پایین می رفت. سیفون داشت پر می شد و سانجیو مجبور بود برای دوباره کشیدن آن صبر کند. در آینه قفسه دارو موجه های بلند خودش را نگاه کرد. تا
هر وقت توینکل میخواست سر به سرش بگذارد میگفت موجههایش دخترانه است. برخلاف هیکل متوسطش گونه های گرد و پری داشت و همیشه از این نگران بود که این گونه ها در کنار آن موجه های بلند از متانت چهره او بکاهد. قد نسبتا کوتاهی داشت و همیشه آرزو می کرد کاش فقط چند سانتی متر بلندتر بود. برای همین هم وقتی توینکل مصرانه کفش های پاشنه بلند می پوشید عصبانی می شود. چند شب پیش که با هم در منهتن شام خورده بودن توینکل باز از همون کفش ها پوشیده. اولین تعطیلی آخر هفته بود که در خانه جدیدشان می گذراندن. تا آن وقت تاخچه بالای شومینه تقریبا پر شده بود و آنها توی اتومبیل در این مورد مشاجره کرده بودند. اما بعد که به یک باره بی نام و نشان در آلفابت سیتی رفته بودند و توینکل 4 گیلاس ویسکی خورده بود موضوع به کلی فراموششان شده بود. توینکل سانجیو را به کتاب فروشی کوچکی در محله سن مارک کشانده بود و نزدیک به 1 ساعت کتابها را ورق زده بود. وقتی هم که از کتاب فروشی بیرون آمده بودند با اصرار جلوی چشم غریبه ها در پیاده رو با سانجیو تانگو رقصیده بود. بعد هم خود را تلو تلو خورم با آن کفش های جیجیر پلنگی و پاشنه 7 سانتی در حلقه های بازوی سانجیو تا پارکینگ میدان واشنگتن کشانده بود. سانجیو به خاطر داستان های زیادی که از سرقت در منهتن شنیده بود به اجبار اتومبیل را در پارکینگ گذاشته بود. در راه برگشت به خانه وقتی سانجیو به او گفته بود که کفشهایش راحت و مناسب به نظر نمی رسد و بهتر است دیگر آنها را نپوشد، توینکل با ناراحتی جواب داده بود که اما من که زیاد نمی پوشمشان، معمولا تمام روز پشت میز می نشینم. سانجیو دیگر بحث را ادامه نداده بود ولی می دانست که او تمام روز را پشت میز نمی نشیند. مثلا عصر همان روز وقتی به خانه برگشته بود توینکل بیدلیل در رخت خواب دراز کشیده بود و کتاب میخواد. سانجیو پرسیده بود چرا وسط روز دراز کشیده و او هم گفته بود چون حوصله‌اش سر رفته است. سانجیو دلش میخواست به او بگوید خب میتوانستی چند تا کارتون و چمدان خالی کنی، میتوانستی اتاق زیر شیروانی را تمیز کنی، می توانستی ریختگی لب پنجره دستشویی را رنگ بزنی و بعدش هم به من بگویی که حواسم باشد دستم بهش نخورد. ولی این چیزها اصلا برای توینکل اهمیتی نداشت. انگار به هم ریختگی و پخش و پلا بودن خانه برایش اصلا مهم نبود. به نظر می رسید به هر لباسی که جلوی کمدش پیدا می کرد، به هر مجله‌ای که روی زمین می دید و یا از هر ترانه و آهنگی که از رادیو پخش می شد راضی و قانع. و در این حال کنجکاو و دقیق. چند روز بعد وقتی سانجیو از سر کار برگشت توینکل را دید که سیگار می کشد و در آرامش کامل با یکی از دوستانش در کالیفرنیا صحبت می کند. ساعت هنوز 5 نشده بود و نرخ مکالمات راه دور در بالاترین حد ممکن بود. توینکل می گفت آدم های خیلی مقدسی بودن. انگار توی جزیره گنج هستیم. هر روز در جستجوی گنج، جدی میگویم، هر چند لحظه یک بار مکسی میکرد و دود سیگارش را بیرون میداد. گفت اصلا باورت نمیشود نه؟ روی پریزهای اتاق خوابها منظره های از قصه های انجیل بود، کشتی نوح و از اینجور چیزها. 3 اتاق خواب دارد که یکیشان را اتاق کار کردم. یکی 2 روز پیش سانجیو رفت ابزار فروشی و همهشان را با پریزهای نو عوض کرد. باورت میشود؟ همه ایشان را یکی یکی عوض کرد. حالا نوبت دوستش بود که حرف بزند. توینکل سر تکان داد. شلوار رکابی مشکی و بلوزی با نوارهای مخملی پوشیده بود. روی زمین جلوی یخچال خم شد و دنبال فندکش گشت. بوی معطری از آشپزخانه می آمد. سانجیو با احتیاط از روی سیم تلفن که بیش از حد دراز بود و روی کاشی‌های قهوه‌ای آشپزخانه در هم گره خورده بود رد شد. در قابلمه روی اجاق را برداشت. سوپ قرمزی که به قهوه‌ای می‌زد در حال جوشیدن بود و از کناره‌های در قابلمه قطره قطره می‌چکید. توینکل حرف دوستش را قطع کرد. بشکنی زد و گفت: با ماهی درستش کردم. سرکه هم ریختم. ببخشید چی میگفتی؟ ذاتن همینطور بود. چیزهای کوچک هیجان زده و خوشحالش میکرد.
قبل از هر کار غیرقابل پیشبینی مثل چشیدن طعم یک جور بستنی جدید یا انداختن نامه در صندوق پست بشکن می‌زد. سانجیو نمی‌توانست این جور احساسات را درک کند و برای همین هم احساس حماقت می‌کرد. انگار دنیا شگفتی‌های پنهانی داشت که او نمی‌توانست آنها را بفهمد یا ببیند. به صورت توینکل نگاه کرد. هنوز بعضی حالتهای کودکانه در چهرهش دیده می شد. چشمهایش آرام و راحت بود و خطوط چهره جذاب و دوست داشتنیش به نظر خام و بچگانه می آمد. اسم توینکل را از روی یکی از شعرهای کودکانه برای خودش انتخاب کرده بودند. منظور شعر کودکانه است که با توینکل توینکل لیتل استار، یعنی چشمک بزن ستاره کوچولو شروع می شود. توینکل یعنی چشمک. هنوز هم دلخوشی های کودکانش را داشت. حالا در دومین ماه ازدواجشان چیزهایی بود که سانجیو را آزار می داد. مثلا بعضی وقتها در حین حرف زدن کف دستش را با آب دهان تر می کرد. یا شبهایی که زیر پوشش را در می آورد به جای آن که در سبد لباسها بگذارد پای تخت خواب می انداخت. فقط 4 ماه قبل بود که با هم آشنا شده بودند. خانواده توینکل در کالیفرنیا زندگی می کردند و خانواده سانجیو در کلکته. اما دوستی دیرینه‌ای با هم داشتند و از دو سوی دنیا ترتیب آشنایی توینکل با سانجیو را داده بودند. وقتی سانجیو برای کاری به پالو آلتو رفته بود، خانواده توینکل در جشن تولد 16 سالگی دختر یکی از دوستانشان دعوتش کرده بودند. سانجیو و توینکل در رستوران پشت میزی با صفحه گردان که رویش غذاهای مختلف و جوجه کباب بود، تصادفاً کنار هم نشسته بودند. یکی از آنها گفته بود همه آن غذاها یک مزه می‌دهد و دیگری هم تصدیق کرده بود. بعد هم از دوران بچگیشان حرف زده بودند و دیده بودند که هر دو به رمان‌های وودهاوس علاقه دارند و از سیتار هم بدشان می‌آید. بعدها توینکل اعتراف کرد که آن شب مجذوب ادب و صداقت سانجیو شده بود و اینکه در حین گفتگو آنقدر مؤدبانه فنجان چای او را پر می‌کرد. و به این ترتیب تلفن‌ها شروع شد و کم کم طولانی‌تر. بعد هم سرزدن‌ها، اول سانجیو به استنفورد، بعد توینکل به کانکتیکات رفت و سانجیو ته سیگاری‌های مچاله توینکل را تا ملاقات بعدی او در زیر سیگاری نگه می‌داشت. پیش از آمدن توینکل، آپارتمان را جاروبرقی می‌کشید، ملافه‌ها را می‌شست و حتی برگ‌های گلدان‌ها را هم پاک می‌کرد. توینکل 27 سالش بود. و سانجیو فهمیده بود شوهر سابقش که در آرزوی هنرپیشگی ناکام مانده به تازگی طلاقش داده بود. سانجیو مجرد بود، با درآمدی بسیار بیشتر از مخارج یک مرد مجرد. هیچ وقت عاشق نشده بود و دوست دختری هم نداشت. به اصرار خانواده‌هایشان در هندوستان ازدواج کردند. مراسم عروسی در یک چادر بزرگ قرمز و نارنجی در خیابان ماندویل برگزار شده بود، با حضور صدها دوست و فامیل که سانجیو بعضی از آنها را از زمان کودکیش به خاطر می آورد. سقف چادر را پر از ریسه های چشمک زن کریسمس کرده بودند و باران آگوست مدام و بیوقفه می بارید. نیم ساعت بعد، همونطور که توینکل داشت دستمال‌ها را تا می‌کرد و کنار بشقاب‌های غذا می‌گذاشت، سانجیو پرسید: اتاق زیر شیروانی را تمیز کردی؟ توینکل قابلمه پر از بخار را روی سپایه فلزی تندیس مسیح گذاشت و گفت: نه، هنوز نه، ولی قول می‌دهم. بفرمایید، امیدوارم خوشمزه شده باشد. روی میز کمی نان ایتالیایی در یک سبد کوچک، سالاد کاهوی یخکوهی با هویج رنده شده و سس و 2 گیلاس نوشیدنی بود. توینکل زیاد برای آشپزخانه و آشپزی وقت نمی‌گذاشت. معمولاً از سوپرمارکت گوشت جوجه کبابی آماده می‌خرید و آنها را با سالاد سیب زمینی که در قوطی‌های پلاستیکی کوچکی فروخته می‌شد و تاریخ مصرفش اصلاً معلوم نبود سر میز می‌آورد. می گفت غذاهای هندی دردسر دارد،
از خرد کردن سیر و پوست کندن زنجبیل بیزار بود و بلد نبود با سبزی خرد کن کار کند. برای همین سانجیو همیشه آخر هفته با روغن خردل، دارچین و حبه های سیر یک خورش کاری درست میکرد و آنها با هم میخوردند. با وجود این لازم بود اعتراف کند چیزی که امروز تو این کل پخته برخلاف انتظارش به طرزی غیر عادی خوشمزه و خوشرنگ و لعاب شده است. تکه های چارگوش و سفید ماهی، جعفری خرد شده و گوجه فرنگی های تازهی که در سوپ برق می زنند واقعا خوشمزه بودند. گفت چطوری این را درست کردی؟ تو این کل گفت از خودم ساختم، سرهم بندی کردم. گفت منظورت چیست؟ گفت همینجوری یک سری چیز میز رو تو قابلمه انداختم، آخر سر هم سرکه مالت غنیمتی که داشتیم را رویشان ریختم. گفت چقدر سرکه ریختی؟ توینکل شانه هایش را بالا انداخت، تکه نان کند و در کاسه سوپش انداخت. سانجیو گفت منظورت چیز که نمیدانی، باید مقدارش را یادداشت کنی. اگر باز مجبور شوی برای یک مهمانی دوباره این را بپزی چه؟ توینکل روی سبد نان را با حوله ظرف ها پوشان. سانجیو تازه متوجه شد که روی حوله متن ده فرمان چاپ شده. توینکل لبخندی به سانجیو زد و از زیر میز زانویش را فشار داد. گفت بابا جان من قبول کن، این خانه متبرک است. قرار بود مهمانی خانه نو آخرین شنبه اکتبر برگزار شود، با 30 نفر مهمان که همه جزو آشنایان سانجیو بودند، تعدادی از دوستان اداره و تعدادی هم از زوجهای هندی در محدوده کانکتیکات که خیلی هاشان را سانجیو زیاد نمی شناخت. اما آنها او را در ایام مجردیش همیشه برای مهمانی های شام یک شنبه دعوت می کردن. سانجیو نمی دانست چرا آنها او را در جمع خودشان می پذیرفتن. وجه اشتراک زیادی با آنها نداشت، اما همیشه در مهمانی هایشان حضور می یافت. در گپ و گفت ها شرکت می کرد و همراهشان غذاهای مختلف هندی مثل نخودهای تند و پر ادویه یا کتلت های میگو می خورد. هیچ کس هنوز توینکل را ندیده بود، چون سانجیو دلش نمی خواست تعطیلات کوتاه آخر هفته را که توینکل نزدش می آمد با آدم هایی که در تنهایی به سراغشان می رفت تقسیم کند. توینکل غیر از سانجیو و یکی از دوست پسرهای قدیمیش که در یک آتلیه سفالگری در بروکفیلد کار میکرد، کس دیگری را در کانکتیکات نمیشناخت. او مشغول نوشتن پایان نامی فوق لیسانسش در دانشگاه استنفورد بود، در مورد یک شاعر ایرلندی که سانجیو حتی اسمش را هم نشنیده بود. سانجیو پیش از آن که برای مراسم عروسی به هند برود، خودش آن خانه را پیدا کرده بود و به قیمت خوبی خریده بود. خانه دیوار به دیوار یک مؤسسه آموزشی معتبر بود. پله‌های قوس‌دار زیبا و ظریف، اتاق آفتابگیر مشرف به باغچه پرگل و شماره پلاک برنجی 22 که تصادفاً رقم روز تولدش هم بود و روی نمای سبک تئودور خانه جلوه نمایی می‌کرد، دلش را برد. خانه دو شومینه، پارکینگی با ظرفیت دو اتومبیل و یک اتاق زیر شیروانی داشت که به گفته مسئول آژانس املاک در صورت لزوم میشد آن را به یک اتاق خواب اضافی تبدیل کرد. سانجیو کاملا مصمم شده بود که خانه را بخرد. به همین دلیل نقاشی های قصه های انجیل روی پریز های برق یا عکس برگردان های مریم مقدس روی شیشه پنجره اتاق خواب اصلی خانه هیچ کدام نتوانسته بود نظرش را عوض کند. چند روز قبل وقتی داشت آنها را از شیشه می کند، روی شیشه خش افتاده بود. تعطیلات آخر هفته پیش از مهمانی مشغول رسیدگی و تمیز کردن چمن باغچه بودند که سانجیو با شنیدن صدای جیغ توینکل به طرفش دوید. شنکش را محکم در دست گرفته بود، نگران از اینکه توینکل حیوان مرده یا ماری دیده باشد. باد خنک اکتبر نوک گوشهایش را می‌سوزاند. توینکل پشت بوته انبوه و پربشت یازهای زرد روی چمن افتاده بود و روی لبهایش لبخندی ثابت
مانده بود. کنارش یک مجسمه گچی از مریم مقدس بود که تقریبا نیم متر قد داشت و روی سرش یک روسری آبی نقاشی شده بود، مثل یک عروس هندی. توینکل بلند شد و با لبه تیشرتش شروع کرد به پاک کردن لکه روی پیشانی مجسمه. سانجیو گفت: حتما این را میخواهی کنار تخت خواب من بگذاری ها؟ توینکل هاج و واج نگاهش کرد. سفیدی شکمش معلوم بود و سانجیو دید پوست دور نافش دانه دانه شده. گفت: منظورت چیست؟ معلوم است که نمیتوانیم توی اتاق خواب بگذاریمش. سانجیو گفت: جدی؟ توینکل گفت: خب آره سانجه کله پوک من، این مال بیرون خونه است، روی چمن جلوی باغچه. سانجیو گفت: خدای من، نه توینکل نه. گفت: حتما باید بگذاریم، وگرنه بدیومنی دارد، مگر نمیدانی؟ گفت: همسایه ها فکر میکنن دیوانه شدیم. توینکل گفت: چرا؟ چون مجسمه مریم مقدس را روی چمن گذاشته ایم؟ نصف همسایه ها خودشان از همین ها دارن، مگر ندیدی؟ سانجیو گفت: ولی ما که مسیحی نیستیم. توینکل گفت: حالا هی بگو. توینکل با نوک انگشتش یه توف کرد و مکم اون رو روی لکه چانه مریم مالید. گفت: فکر میکنی لکه است یا از این قارچهای باغچه؟ میشناختش و حالا هم که زنش بود و زندگیش را با او شریک شده بود. با احساس خفیفی از تأسف به یاد عکس‌هایی افتاد که مادرش از کلکته می‌فرستاد. عکس‌هایی از دختران دم بخت که بلد بودند آواز بخوانند، خیاطی کنند و بدون احتیاج به کتاب آشپزی عدسی‌های پر ادویه و خوشمزه بپزند. سانجیو آنها را یکی یکی با دقت نگاه کرد و برای خودش اولویت بندی کرده بود. اما بعد با توینکل آشنا شده بود. سانجیو گفت: توینکل، من نمیخواهم همکارانم این مجسمه را روی چمن خانه ببینند. توینکل گفت: کسی حق ندارد تو را به خاطر اعتقاداتت اخراج کنند. سانجیو گفت: مسئله این نیست. توینکل گفت: چرا اینقدر برایت مهم است که دیگران چی فکر میکنند؟ سانجیو گفت: توینکل، خواهش میکنم. سانجیو خسته شده بود. توینکل داشت مجسمه را به طرف یک تیر چراغ برقی که در حاشیه پیاده‌روی آجری بود میکشاند. سانجیو وزنش را روی شنکش انداخت و نگاهش کرد. توینکل گفت: سانج، نگاه کن، واقعا قشنگ است. سانجیو به طرف برگ‌هایی که کپه کرده بود رفت و آنها را مشت مشت داخل کیسه زباله ریخت. به آسمان آبی و بی ابر بالای سرش نگاهی انداخت. یکی از درخت‌های باغچه هنوز پر از برگ‌های قرمز و نارنجی بود، به رنگ همان چادری که در آن به عقد توینکل در آمده بود. نمی دانست های واقعا عاشق توینکل هست یا نه. اولین باری که توینکل از او پرسیده بود با اطمینان جواب داده بود. کاملا به خاطر داشت. یک روز عصر در پالو آلتو بود، در یک سالن سینمای تاریک و تقریبا خالی. فیلم هنوز شروع نشده بود. یکی از آن فیلم‌های مورد علاقه توینکل به زبان آلمانی که برای سانجیو بیش از حد خسته کننده بود. توینکل نوک بینیش را روی بینی او فشار داده بود، طوری که سانجیو حتی لرزش موجه‌های ریمل مالیده‌اش را حس می‌کرد. سانجیو آن روز جواب داده بود که بله، عاشق توینکل است. و توینکل هم با خوشحالی یک تکه پاپکورن گذاشته بود در دهان سانجیو و انگشتش را بین لبهای او نگه داشته بود، انگار برای این پاسخ به او جایزه می داد. توینکل از احساس خودش به او چیزی نگفته بود. با این حال سانجیو پیش خودش فکر کرده بود که حتما توینکل هم عاشق او است، اما حالا دیگر مطمئن نبود. سانجیو هنوز هم واقعا نمیدانست عشق یعنی چه، ولی این را میفهمید که احساسش نسبت به توینکل عشق نیست. شبهایی که مؤدبانه و با وقار از مهمانی های آخر هفته بیرون می آمد، با وجود آن که می دید بقیه مردها بازوهایشان را دور کمر همسر یا دوست دخترشان حلقه می کنند و هر چند لحظه یک بار خم می شوند و شانه و گردن آنها را می بوسند، راضی از تنهایی خود به آپارتمانش برمیگشت.
برای خودش در کشوی کابینت قاشق و چنگال اختصاصی داشت و همیشه خلوت و سکوت را ترجیح می داد. در یکی دو ماه مانده به آشنایی با توینکل کم کم متوجه شده بود که از جهت مالی هیچ مشکلی ندارد. از روی کاتالوگ سیدی ها به ترتیب آثار آهنگسازان مورد علاقه اش را انتخاب می کرد، سفارش پستی می داد و پول آنها را هم به موقع می پرداخت. مادرش که اول هر ماه تلفنی با او صحبت می کرد می گفت تو دیگر به اندازه کافی پول داری، آنقدر که حتی می توانی 3 خانواده را به خوبی اداره کنی، دیگر باید زن بگیری، احتیاج داری به همسری که از او مراقبت کنی و دوستش داشته باشی. و حالا او ازدواج کرده بود با یک همسر زیبا از خانواده خوب و شایسته که به زودی فوق لیسانسش را هم می گرفت. دیگر چه اشکالی وجود داشت؟ چرا هنوز عاشق نبود؟ آن شب سانجیو در طول بخش اول اخبار 2 لیوان جین و سودا خورد و توینکل در حمام بود. گفته بود دست و پایش به علت کار در باغچه درد می کند. گفته بود تا حالا از این کارها نکرده بودم. سانجیو بدون در زدن وارد حمام شد. توینکل همونطور که در وان پر از کف معطر دراز کشیده بود و یک ماسک آبی گیاهی روی صورتش بود، سیگار میکشید و جرعه جرعه بوربون مینوشید. بوربون نوعی نوشیدنی است که در جنوب ایالات متحده به عمل میآید و دست کم 51% ماده اولیش ذرت است. هر چند لحظه یک بار هم کتاب قطور جلد شومیزی را که صفحاتش تاب برداشته بود و خاکستری شده بود ورق می‌زد. سانجیو نگاهی به جلدش انداخت. روی آن با حروف قرمز پررنگ فقط کلمه اشعار چاپ شده بود. نفس بلندی کشید و به آرامی به توینکل اطلاع داد که تصمیم دارد بعد از خوردن نوشیدنیش مریم مقدس را از جلوی باغچه بردارد. توینکل با چشمهای بسته و با حالتی رویایی پرسید بعد آن را کجا میگذاری؟ یکی از پاهای کشیده و ظریفش از زیر کف بیرون آمده بود. عضلاتش را جمع و انگشتهای پاهایش را باز و بسته کرد. گفت فعلا میخواهم توی گاراژ بگذارم ولی فردا صبح سر راه اداره توی سطل زباله میاندازمش. گفت تو هیچ وقت این کار نمی کنی. توینکل بلند شد. کتاب افتاد توی آب. از کنار زانوهایش حباب‌های آب و کف می‌چکید. چشمهایش را بست و داد زد که از تو بدم می‌آید. با عجله حوله حمامش را پوشید. بندش را محکم دور کمرش گره زد و از پله‌ها پایین دوید. جای پای خیسش روی پارکت ماند. سانجیو بلند گفت می‌خواهی همینطوری از خانه بزنی بیرون؟ شقیقه هایش تیر کشید. صدای جیغالودش برای خودش ناآشنا بود. گفت برای کی اهمیت دارد که من چطوری از این خانه بیرون می روم؟ سانجیو گفت میخواهی این وقت شب کجا بروی؟ توینکل گفت نمی توانی تو آن مجسمه را دور بندازی. من نمیگذارم. ماسک صورتش مثل خاکستر خشک شده بود و آب از لای موهایش روی خطوط چهرهش می چکید. سانجیو گفت چرا نمیتوانم؟ میکنم. توینکل گفت نه. صدایش ناگهان آرام شد. گفت این خانه مال ماست. مال هر دوی ما. مجسمه جزء دارایی ماست. لرزش گرفته بود. حلقه کوچکی از آب پایین پایش جمع شده بود. سانجیو ترسید توینکل سرما بخورد. رفت پنجره را بست. بعد متوجه شد بعضی از قطره‌های آب که از صورت خیس و ماسیده توینکل میچکد اشک است. سانجیو گفت توینکل خواهش میکنم، منظوری نداشتم. تا به حال ندیده بود توینکل گریه کند یا حتی غمی در چشمایش موج بزند. توینکل رویش را بر نگرداند، حتی سعی نکرد اشکش را متوقف کند. به نحو غریبی آرام بود و صلح آمیز شده بود. برای چند لحظه پلکایش را روی هم گذاشت. پلکا در کنار ماسک آبی صورتش پرید رنگ و بی‌حفاظ به نظر می رسیدن. سانجیو احساس بدی پیدا کرده بود. مثل وقتهایی که شکمش کاملا خالی بود یا بیش از حد پر بود. توینکل به طرفش رفت.
دستها را دور گردن سانجیو حلقه کرد. سرش را روی سینهش گذاشت و آرام گریه کرد. حوله و دستهایش خیس بود. پیراهن سانجیو هم خیس شده بود. ماسک روی شانه هایش پوس شده بود. سرانجام قرار شد مجسمه را در تورفتگی دیوار کنار خانه بگذارد. اینطوری برای رهگذران قابل مشاهده نبود، ولی کسانی که می‌خواستند وارد خانه شوند آن را می‌دیدند. فهرست غذاهایی که بایست برای مهمانی‌ها تهیه می‌شد کاملا روشن و مشخص بود. شامپاین و شیرین پلو با مرغ که قرار بود رویش را با بادام و خلال پوست پرتقال تزیین کند. روز مهمانی پختن شیرین پلو بیشتر وقت سانجیو را گرفت. تا به حال از آن همه مهمان پذیرایی نکرده بود. از ترس اینکه نوشیدنی کم بیاید وسط آشپزی رفته بود تا یک صندوق شامپاین اضافی بخرد. برای همین هم یکی از قابلمه‌های برنج سوخته بود و او مجبور شده بود دوباره پلو بپزد. توینکل اتاقها را جارو کشید و داوطلب خرید سمبوسه شد. به هر حال که دارم میروم آرایشگاه. رستوران هندی هم که سر راه هم است. این را گفت و رفت. سانجیو تصمیم داشت از توینکل خواهش کند که فقط برای مهمانی تاخچه بالای شومینه را خالی کند. اما در مدتی که رفته بود دوش بگیرد توینکل از خانه بیرون رفته بود. توینکل حدود 3 ساعت بعد آمد. برای همین دلیل سانجیو مجبور شد بقیه نظافت خانه را شخصا انجام دهد. حدود ساعت 5:30 عصر تمام خانه تمیز شده بود. شمع‌های معطری که توینکل از هارتفورد خریده بود روی شومینه روشن بود و بوی عودها که در گلدان‌ها فرو شده بود خانه را به تدریج پر می‌کرد. هر بار سانجیو از کنار شومینه رد می‌شد. قیافش هم در هم می‌رفت. از این می‌ترسید که مهمان‌ها با دیدن قدیس‌های سفالی که زیر نور شمع می‌لرزیدند تعجب کنند و ابرو بالا بیاندازن. با این حال امیدوار بود آنها در حال نوشیدن شامپاین و خوردن سمبوسه توجهشان به پنجره‌های درون فرو رفتگی دیوارها، پارکت براق کف اتاقها، پلکان مارپیچی و با شکوه خانه و روکش چوبی پایین دیوارها هم جلب شود. داگلاس یکی از مشاورین جدید شرکت و دوست دخترش نورا اولین مهمانهایی بودند که آمدند. هر دو بلندقد و بلوند بودند، با عینک‌های قاب سیمی شبیه هم و اورکوت‌های بلند مشکی. کلاه سیاه نورا پرهای نازک و نکتیزی داشت که با زاویه‌های تیز چهره‌اش کاملاً هماهنگ بود. او دست در دست داگلاس یک بطری کنیاک به توینکل داد که با روبان قرمزی تزیین شده بود. داگلاس گفت: سانجیو، باغچه فوق‌العاده‌ای داری. و رو کرد به نورا، گفت: عزیزم، ما هم باغچه را باید خودمان تمیز کنیم. بعد به توینکل نگاه کرد و گفت: فکر میکنم ایشان هم خانومه. سانجیو گفت: همسرم تانیماست. توینکل گفت: توینکل صدایم کنید. نورا با تعجب گفت: چه اسم جالبی. توینکل شانه بالا انداخت و گفت: زیاد هم جالب نیست. هنرپیشه‌ای در بمبئی هست که اسمش دیمپل است. تازه خواهرش هم اسمش سیمپل است. داگلاس و نورا همزمان ابروهایشان را بالا انداختند و سر تکان دادند، انگار می‌خواستند عجیب بودن این اسما را حذف کنند. گفتند: از ملاقاتت خوشبختیم توینکل. توینکل گفت: از خودتان با شامپاین پذیرایی کنید. یک صندوق پر توی انبار هست. داگلاس پرسید: امیدوارم از سوالم ناراحت نشوید. من مجسمه بیرون در را دیدم. ببینم شماها مسیحی هستید یا هندو؟ سانجیو گفت: البته مسیحی هم در هندوستان هست، ولی ما هندویی. نورا گفت: چه لباس قشنگی پوشیدی توینکل. توینکل گفت: شما هم کلاهت خیلی قشنگ است. دوست دارید خانه را ببینید؟ زنگ در چند بار دیگر به صدا در آمد و در عرض چند دقیقه خانه از مهمانهای جدید، خوشبش های دوستانه و عطر و اتکلون های ناآشنا پر شد.
زنها با کفش‌های پاشنه بلند و جوراب شلواری‌های نازک و لباس‌های کرپ کوتاه و مشکی مانتوها و کت‌هاشان را به سانجیو تحویل می‌دادند و او با دقت و احتیاط روی جالباسی‌های کمد آویزان می‌کرد. ساری های زن های هندی ملیل دوزی طلایی شده بودند و بسیار زیبا و جذاب بودند. مردها کراوات داشتند و افترشیف های میوه‌ای به خود زده بودند. مهمان ها وارد سالن می شدند و هدیه ها روی میز چوب گیلاس که از یک سر سالن طبقه پایین تا سر دیگرش امتداد داشت انباشته می شد. سانجیو از این که می دید تمام هدیه ها برای او خانه و همسرش بود و مهمان ها اینقدر برایشان اهمیت قائل شده بودند تعجب کرده بود. تنها یک دفعه دیگر و آن هم روز عروسیش مشابه این اتفاق را دیده بود. اما این با آن فرق داشت، چون اینها همه دوستانی بودند که خیلی سطحی می شناختشان و از این نظر هیچ تعهدی نسبت به آنها نداشت. همه به او تبریک گفتند. لستر یکی از همکارانشان پیشبینی کرد که سانجیو حد اکثر تا 2 ماه دیگر به معاونت شرکت منصوب می شود. مهمان ها سمبوسه می خوردند و وظیفه شناسانه در و دیوارها، سقف های تازه رنگ شده، گلدان های آویزان از سقف و پنجره ها و تابلوهای نقاشی ابریشمی جیپور را ترسیم می کرد. اما بیش از هر چیز توینکل را می ستودند و کامیز یقه گرد و گلدوزی شده خرمالوی رنگی را که به تنداش از گردنبند چسمان مروارید که یاقوت کبود و درشتی وسطش بود تعریف می کردند و به ذوق و سلیقه‌اش برای تاج ظریفی از گل سرخ که روی سرش گذاشته بود آفرین می گفتند. در میان موسیقی جاز پرهیاهویی که به انتخاب توینکل پخش می شد، حلقه بزرگی دورش زده بودند و با اشتیاق به حرفها و اظهار نظرهایش گوش می دادند و می خندیدند. سانجیو ظرفها را با سمبوسه های گرم روی اجاق پر می کرد. توی گیلاس مهمانها یخ می انداخت. در بطری شامپاین را باز می کرد و گهگاه برای چندمین بار توضیح می داد که مسیحی نیست. توینکل آنها را با چند گروه تقسیم کرد. آنها را از پلکان مارپیچی بالا و پایین برد و باغچه های حیات پشتی و اتاقهای مختلف را نشانشان داد. یک بار هم که با سانجیو روبرو شد، همونطور که از کنارش میگذشت دستش را روی شانه او گذاشت و پیروزمندانه گفت: دوستانت از پوستر توی کتابخانه خیلی خوششان آمده. سانجیو به آشپزخانه رفت. کسی در آنجا نبود. از دیس روی کابینت یک تکه مرغ برداشت و دهانش گذاشت و چون می دانست کسی او را نمی بیند یک تکه دیگر هم خورد. بعد بطری جین را برداشت و سر کشید. سانیل که پزشک متخصص بیهوشی بود، همانطور که از بشقابش غذا می خورد وارد آشپزخانه شد و گفت: عجب خانه ای، عجب برنجی، باز هم شامپاین هست؟ پرابال که پشت سرش می آمد اضافه کرد: پسر، همسرت عجب تیکه ای است. او استاد فیزیک دانشگاه ییل بود و هنوز ازدواج نکرده بود. سانجیو لحظه‌ای با بیتفاوتی نگاهش کرد، بعد سرخ شد. یادش آمد شبی در یک مهمانی شام پرابال گفته بود که سوفیا لورن تیکه نابیست. پرابال پرسید: خواهر ندارد؟ سانیل یک دانه کشمش از داخل دیس برنج برداشت و پرسید: ببینم فامیلیش لیتل استار نیست؟ هر دو زدند زیر خنده و با قاشق‌های یک بار مصرف شروع کردند به خوردن برنج از توی دیس. سانجیو به انباری رفت تا چند بطری نوشیدنی بیاورد. برای چند لحظه همانطور که صندوق شامپاین را در بغل داشت در سکوت سرد و مرطوب انباری بی حرکت ایستاد. مهمانی درست بالای سرش در جریان بود. بعد از مدتی بالا آمد و بطری‌ها را روی میز غذاخوری چید. شنید که توینکل در اتاق نشیمن به مهمان‌ها میگوید که بله، کلی چیز، همه جای خانه بودند، توی عجیب و غریب‌ترین جاها پیدایش می‌کردی. راستش هنوز هم داریم میگردیم و هنوز هم چیزهای جدید پیدا میکنیم. گفتند: نه. گفت: چرا، هر روز در جستجوی گنج خیلی کیف میدهد. خدا میداند از این به بعد دیگر چی پیدا میکنیم.
و به این ترتیب شروع شد. همه ی مهمان ها انگار بر اساس یک قول و قرار ناگفته همه با هم شروع کردن به گشتن. کمدها و قفسه ها را باز می کردن، زیر صندلی ها و بالش ها را نگاه می کردن، پشت پرده ها را دست می کشیدن، کتاب ها را از قفسه ها در می آوردن. گروه گروه با شور و حرارت این طرف و آن طرف می رفتن. گهگاه می زدن زیر خنده و از پله ها بالا پایین می رفتن. توینکل ناگهان گفت: راستی ما هنوز اتاق زیرشیوانی را نگشتیم. همه دنبالش را افتادن. گفتن: چطوری باید برویم بالا؟ گفت: از توی راه رو. یک نردبان فنری آنجا است که از بالا باز می شود و به زیر شیروانی راه دارد. سانجیو با بیمیلی پشت سر آنها رفت تا جایی نردبان را نشانشان بدهد. اما توینکل خودشان را پیدا کرد و فریاد زد: اوریکا! اوریکا کلمه یونانی به معنی یافتم است. همان کلمه‌ای که ارشمیدس پس از کشف قانون مایعات در حمام می‌دوید و فریاد می‌زد. داگلاس زنجیر آزاد کننده نردبان را کشید. کلاه پردار نورا روی سرش بود و صورتش گل انداخته بود. همه ی مهمانها می‌خواستند بالا بروند. مردها به زنها کمک می‌کردند تا پاها را با کفش‌های پاشنه بلندشان روی پله‌های باریک نردبان بگذارند. زنهای هندی سر راه‌های ساری‌های گران قیمتشان را توی کمربندها فرو کرده بودند. مردها پشت سر زنها سریع بالا رفتند و سانجیو پایین نردبان تنها ماند. بالای سرش قدمها روی سقف کوبیده میشد. اصلا نمیخواست به آنها بپیوندد. با خودش فکر کرد: نکند سقف بریزد. برای یک لحظه منظره سقوط همه آن آدمهای عطر و عطرکلون زده را پیش خودش مجسم کرد که روی هم میافتند و در هم گره میخورند. صدای جیغی شنید، بعد صدای انفجار خنده های گوشخراشی را. چیزی افتاد، چیز دیگری شکست. در همهمه و سر و صدا از صندوق ها حرف می زدن. صندوقی که به نظر می رسید می خواهند درش را باز کند و برای همین محکم رویش کوبیدند. سانجیو فکر کرد شاید توینکل از او کمک بخواهد، اما هیچ کس صدایش نزد، محلش نگذاشتند. به راه رو و به پاگرد زیر پایش نگاهی انداخت. گیلاس های شامپاین، سمبوسه های نیم خورده و دستمال های آغشته به رژ لب هر گوشه و روی هر سطح صافی رها شده بود. کنار نردبان صندل های توینکل افتاده بود. سانجیو متوجه شد توینکل از شدت عجله و شتابی که برای بالا رفتن داشته آنها را از پا در آورده. صندل ها طرح چرمی داشتند، با پاشنه های مثل تی گلف، چوبی شبیه علامت تی که در بازی گلف گوی را روی آن می گذارن. و مارک داخلشان براق و طلایی بود. آنها را جلوی در اتاق خواب گذاشت تا پای کسی هنگام پایین آمدن رویش سر نخورد. چیزی آهسته و قشقش کنان باز شد. همهمه ها به زمزمه و پچپچ تبدیل شد. سانجیو به ذهنش خطور کرد که او مالک تمام خانه است. موسیقی تمام شده بود و اگر گوش تیز می کرد صدای مداوم و ملایم یخچالیا خشخش آخرین برگ های درختان بیرون خانه و حتی تق تق برخورد شاخه ها به پنجره ها را هم می شنید. با یک ضربه می توانست نردبان را رها کند و به سقف برگرداند. آن وقت آنها هیچ راهی برای پایین آمدن نداشتند. با خونسردی به تمام کارهایی که می توانست بکند فکر کرد. می توانست تمام چیزهایی را که توینکل روی تاخچه شومینه گذاشته بود توی سطل آشغال بیندازد. می توانست پوستر مسیح را با عصبانیت پاره کند و با چکش به جان مریم مقدس بیفتد. بعد هم برگردد و با خیال راحت بشقاب‌ها و فنجان‌ها را جمع کند. یک بشقاب برنج داغ بخورد، برای خودش جین و تونیک بریزد و همونطور که به سیدی های جدید باخ گوش می دهد نوشته های پشت جلدش را بخواند تا لذت بیشتری از آنها ببرد. با آرنج آهسته به نردبان زد. نردبان محکم به زمین چسبیده بود. تکان دادنش احتیاج به کمی فشار و تقلا داشت. صدای فریاد توینکل از بالا شنیده می شد که اوه خدای من، یکی سیگار بهم بده. سانجیو حس کرد پشت گردنش منقبض شد. احساس سرگیجه کرد.
باعث دراز میکشید. به طرف اتاق خواب رفت، اما وقتی چشمش به کفش‌های توینکل افتاد ایستاد. فکر کرد ممکن است روی آنها سر بخورد. برعکس همیشه، به جای اینکه از دیدن کفش‌های پاشنه بلند او عصبانی شود، از فکر اینکه او با آنها بی‌ثبات از پلکان مارپیچی خانه پایین برود و کف زمین را در طول مسیرش بخراشاند احساس لذت کرد و ته دلش خوشی خاصی جوشید. و وقتی توینکل را تصور کرد که ساعتی بعد به اتاق خواب می رود تا رژ لبش را تازه کند و اینکه بعد با عجله کتهای مهمانها را به آنها می دهد و سرانجام وقتی همه رفتند به طرف میز چوب گیلاس می رود و هدیه ها را باز می کند، این همان حسی بود که پیش از ازدواج هم داشت. در لحظات پس از گفتگوی تلفنیشان و یا بعد از رساندن توینکل به فرودگاه، در تمام آن لحظاتی که به او میاندیشید و به اینکه در کدام یک از هواپیمای توی آسمان نشسته است به او فکر میکرد. گفت: سانج، باورت نمیشه. توینکل پشتش به او بود. استخوان لخت کتفش عرق کرده بود و چیزی که در دست داشت هنوز دیده نمی شد. کسی پرسید: توینکل، بردیش پایین؟ گفت: آره دیگه، بیاد پایین. حالا سانجیو می دید که توینکل دستش را دور چه چیزی حلقه کرده. یک نیمتنه نقره‌ای مسیح. سر مجسمه به راحتی سه برابر سر خودش بود. موهای مجعد زیبایی روی استخوان کتف خوشتراشش ریخته بود و روی پیشانی پهنش تصویر کوچک شده در و دیوارها و آباژورهای اطراف منعکس می شود. چهرهش کاملا مطمئن و با اعتماد به نفس بود. گویی به معتقدینش اعتماد کامل داشت. لبهای محکم و سفتش پر و احساس برانگیز بودند. کلاه پردار نورا را روی سرش گذاشته بودند. سانجیو کمر توینکل را گرفت. کمکش کرد از نردبان پایین بیاید و وقتی پایین به زمین رسید و پایش روی زمین قرار داده شد، نیمتنه را از دستش گرفت. راحت 30 پوند وزن داشت. بقیه مهمانها هم خسته از این جستجو آهسته پایین می آمدند و بعضی به طبقه پایین رفتند تا گلویی تازه کنند. توینکل نفسی کشید. ابروهایش را بالا انداخت و بشکن زد. گفت: خیلی خیلی معذرت میخوام، اما به نظر تو اشکال نداره که روی تاخچه شومینه بگذاریمش؟ فقط برای همین امشب. میدانم که ازش متنفری. سانجیو از آن متنفر بود. از بزرگیش، از بیترک بودنش، از سطح صاف و براقش، از ارزش انکار ناپذیرش، از اینکه در خانه او پیدا شده بود و به او تعلق داشت. برخلاف سایر چیزهایی که تا به حال پیدا کرده بودند، شکوه و ابهت و حتی زیبایی بیش از حدی داشت. اما تمام اینها نفرت سانجیو رو بیشتر میکرد، به خصوص چون میدانست توینکل از آن خیلی خوشش میآید. از فردا آن را میگذارم توی کتابخانه‌ام، قول میدهم. این را توینکل گفت. سانجیو مطمئن بود که توینکل هیچ وقت آن را به کتابخانه‌اش نخواهد برد و بقیه روزها هم آن را روی تاخچه بالای شومینه وسط بقیه اشیای مقدس نگه خواهد داشت و هر بار که میهمان داشته باشند با اشتیاق توضیح خواهد داد که چطور آن را پیدا کرده است و مهمان ها هم او را تحسین و ستایش خواهند کرد. به گلبرگ های سرخ له شده زیر پای توینکل خیره شد و به گردنبند مروارید و یاقوت زیر گلویش و لاک سرخ و براق انگشتان پایش. با خود فکر کرد اینها جز به همان چیزهایی است که باعث شده توینکل در نظر پارابل یک تیکه جلوه کند. سرش از فشار جین درد میکرد و بازوهایش از وزن مجسمه سنگین شده بود. گفت: کفشهایت را دم در اتاق خواب گذاشتم. گفت: متشکرم، اما دارم از پا درد میمیرم. توینکل بازوی او را فشار مختصری داد و به طرف اتاق نشیمن رفت. سانجیو صورت بزرگ و نقره‌ای مسیح را به دنده‌هایش چسبان و همونطور که مراقب بود کلاه پردار نورا را از روی سر مجسمه بر ندارد و لیز نخورد، به طرف توینکل به راه افتاد. جذاب.
نوشته جونپا لاهیری. این بدترین کابوس یک زن بود. لکشمی به میلاندا گفت که شوهر دختر داییش بعد از 9 سال زندگی مشترک عاشق زن دیگری شده است. او در هواپیما در مسیر دهلی به مونترال تصادفاً کنار زنی نشسته و بعد در نیمه راه همراه آن زن در فرودگاه هیترو پیدا شده. بعد هم به زنش تلفن زده و گفته با کسی گفتگویی داشته که تحول بزرگی در زندگیش ایجاد کرده و او برای تجدید نظر و تصمیم گیری در مورد همه چیز وقت لازم دارد. حالا هم دختر داییش ناخوش شده است. لاکشمی گفت من سرزنشت نمی کنم. بعد هات میکسش را که مدام در طول روز می جوید و به نظر میلاندا یک جور پودر قهوه‌ای بود برداشت و مقدار دیگری از آن را خورد. گفت فکرش را بکن، یک دختر انگلیسی که سنش نصف اوست. لاکشمی زیاد بزرگتر از میلاندا نبود ولی ازدواج کرده بود و عکسی را که با شوهرش روی یک نیمکت سنگی جلوی تاج محل گرفته بودند به دیواره اتاقش چسبانده بود. اتاقک های او و میراندا کنار هم بود. آن روز لاکشمی حدوداً 1 ساعت با دخترداییش تلفن حرف زد و سعی کرده بود آرامش کند. هیچ کس هم متوجه نشده بود. آنها در بخش کمک های مردمی یک رادیوی دولتی کار می کردند و اطرافشان پر از کسانی بود که تمام روز به سوالات تلفنی مردم در مورد نحوه اشتراک در شبکه جواب می دادند یا نظرات مشترکین را ثبت می کردند. لاکشمی ادامه داد از همه بیشتر برای پسرک نگرانم. چند روز است که در خانه مانده. دختر دایی می گوید دیگر حتی نمی تواند او را ببرد مدرسه. میراندا گفت چه بد. معمولاً گفتگوهای تلفنی لاکشمی که عمدتاً با شوهرش و راجب به شام شب بود حواس میراندا را پرت می‌کرد، چون در حین تایپ بایست از مشترکین می‌خواست در قبال هدایایی مثل ساک دستی یا چتر حق اشتراک سالیانه خود را اضافه کند. او از پشت دیواره بین میزهای کارشان به وضوح صدای لاکشمی را می شنید که هر چند لحظه یک بار کلمات هندی را چاشنی جمله هایش می کرد. اما آن روز بعد ظهر میراندا چیزی نشنیده بود، چون خودش هم تلفنی با دیو صحبت می کرد و در مورد اینکه آن شب کجا همدیگر را ببینند تصمیم می گرفت. لاکشمی مقدار دیگری از هات میکسش را خورد و بستهش را روی میز گذاشت. البته چند روز مدرسه نرفتن لطمه‌ای بهش نمیزد. او واقعا نابغه است. مادرش که پنجابی است، پدرش هم بنگالی و چون در مدرسه فرانسه و انگلیسی هم یاد میگیرد، همین حالا 4 زبان بلد است. فکر میکنم 1 سال رو هم جهیشی خوانده بود. دو هم بنگالی بود. اوائل میراندا خیال میکرد بنگالی یک نوع مذهب است، اما دیو از روی نقشه هند که در یکی از شماره های مجله اکونومیست چاپ شده بود بنگال را نشانش داد. دیو خودش مجله را آورده بود، چون میراندا در آپارتمانش هیچ اطلس یا سالنامه جهانی کاملی نداشت. بعد هم شهر محل تولدش و زادگاه پدرش را نشانه میراندا داده بود. دور از یکی از شهرها مربعی کشیده بود. میراندا از او پرسیده بود که آن مربع نشانه چیست، ولی دیو مجله را لوله کرده بود و به شوخی روی سر او زده بود. گفته بود چیز مهمی نیست. پیش از این که آپارتمان میراندا را ترک کند هم مجله را همراه 3 ته سیگاری که مثل همیشه در مدت حضورش در آنجا میکشید توی سطل آشغال انداخته بود. اما میراندا بعد از اینکه اتومبیل دیو را تا ناپدید شدنش در آخر خیابان کامان ویلز با چشم دنبال کرده بود، آن را درآورده بود، خاکسترها را از روی جلدش پاک کرده بود و برعکس لولش کرده بود تا صاف شود.
بعد روی تختش که هنوز نامرتب و به هم ریخته بود دراز کشیده بود و با دقت دور و بر بنگال را از روی نقشه نگاه کرده بود. ساحلی در زیر و کوهستانی در بالای آن قرار داشت. نقشه مربوط به مقالی در مورد چیزی به نام گرامین بانک بود. مجله را ورق زده بود تا شاید عکسی از شهر تولد دیو پیدا کند. اما غیر از چند نمودار و جدول چیز دیگری ندیده بود. با این حال خیره شده بود به آنها و به دیو فکر کرده بود و به اینکه 15 دقیقه پیش گفته بود که هیچ وقت از میراندا سیر نمی شود. میراندا یک هفته قبل در فروشگاه فیلین با دیو آشنا شده بود. در فاصله نهار با آنجا رفته بود تا از حراجی طبقه پایین جوراب شلواری بخرد. بعد با آسانسور به قسمت اصلی فروشگاه یعنی غرفه‌های لوازم آرایش رفته بود، جایی که صابون‌ها و کرم‌های آرایشی را مثل جواهرات توی ویترین چیده بودند و قوطی‌های سایه چشم و پودر صورت را که مثل پروانه می‌درخشید پشت شیشه‌های محافظ مخصوص چسبانده بودند. میراندا غیر از یک رژ لب چیز دیگری نخریده بود، ولی از قدم زدن در مارپیچ تنگ و بسته غرفه‌ها که برایش آشناتر از بقیه بوستون بود خوشش می‌آمد. دوست داشت از کنار زنانی رد شود که سر هر پیچ ایستاده بودند و به کارت‌ها عطر می‌پاشیدند و در هوا تکان می‌دادند. بعضی وقتا چندین روز بعد یکی از آن کارت‌های تا شده را که بوی اشرافیش هنوز باقی مانده بود در جیبش پیدا می‌کرد و در صبح‌های سردی که منتظر مترو ایستاده بود با بو کردن آن خودش را گرم می‌کرد. آن روز وقتی برای بو کردن یکی از همان کارت‌های خوشبو توقف کرد، متوجه مردی شد که پای یکی از باجه‌ها ایستاده و تکه کاغذی در دستش بود. فروشنده زن نگاهی به کاغذ انداخت و شروع کرد به باز کردن کشوها. یک قالب صابون تیره رنگ، یک ماسک هیدراته، یک شیشه کوچک مرطوب کننده و 2 قوطی کرم پودر صورت روی پیشخوان گذاشت. مرد صورت برنزه و موهای مشکی داشت که روی بندهای انگشتش هم دیده می شد. روی پیراهن صورتیش یک دست کت و شلوار سرمه‌ای و یک اوورکوت شتری رنگ با دکمه‌های چرمی براق پوشیده بود و دستکش چرمیش را هم از دستش در آورده بود. چند تا اسکناس از کیف بغلی شرابی رنگش بیرون کشید. حلقه ای دستش نبود. زن فروشنده همونطور که از بالای عینک دست استخوانیش صورت میراندا را ورانداز میکرد پرسید: عزیزم چه کمکی میتوانم بهت بکنم؟ میراندا نمیدانست چه میخواهد، فقط میدانست که نمیخواهد آن مرد از آنجا برود. به نظر می رسید مرد این پا و آن پا می کند و مثل زن فروشنده منتظر است تا میراندا حرفی بزند. میراندا به قوطی های کوتاه و بلند روی سینی بیزی شکلی که انگار مثل اعضای یک خانواده برای انداختن عکس جست گرفته بودند خیره شد. بالاخره گفت: یک کرم صورت. زن گفت: چند سالت است؟ میراندا گفت: 22. فروشنده سرش را تکان داد و در یک قوطی شیشه مات را باز کرد و گفت: این شاید یکم سنگین تر از چیزهای دیگری باشد که تا حالا استفاده می کردی، ولی دیگر باید شروع کنی. تا 25 سالگی تمام چروک‌های صورت شکل می گیرد و از آن به بعد خودشان را نشان می دهد. در مدتی که فروشنده کرم را روی صورت میراندا ماساژ می داد، مرد نگاهش می کرد. وقتی فروشنده طرز استعمال آن را نشان داد و انگشت‌هایش را از زیر گلوی میراندا با حرکات تند به بالا می‌کشید، مرد در رژ لب را باز کرد و کمی از آن را روی دستش مالید. بعد در یکی دیگر از قوطی‌ها را برداشت، خم شد و صورتش را نزدیک آن برد. وقتی سرش را بلند کرد، نوک بینیش رنگی شده بود. میراندا خنده‌اش گرفت.
دهانش البته دیده نمیشد چون فروشنده داشت برس پهن و بزرگی را روی صورت او میکشید و میگفت این رژ شماره 2 است. یک آب و رنگ حسابی بهت میدهد. میراندا سرش را با تأیید تکان داد و در یکی از آینه های تاشوی روی پیشخان نگاه کرد. چشم های نقره ای و پوستی که مثل کاغذ سفید بود و در تضاد با موی تیرش که مثل دانه های قهوه اسپرسو برق می زد. او را اگر نزیبا دست کم دختر جذاب و تو دلبرویی کرده بود. صورت کشیده و بیزی شکلی داشت. اندامش تراشیده بود و بینیش باریک. انگار مدت ها به آن گیره لباس زده بود. حالا صورتش می درخشید. گونه هایش گل انداخته بود و زیر استخوان ابرویش خاکستری شده بود. لبهایش برق می زد. مرد هم نگاهی به آینه انداخت و سری لکه را از روی بینیش پاک کرد. میراندا در این فکر بود که مرد اهل کجاست؟ شاید اسپانیا یا شاید هم لبنان. مرد قوطی دیگری را باز کرد و بدون اینکه طرف صحبتش شخص خاصی باشد گفت بوی آناناس می دهد. میراندا متوجه لهجه‌ای در حرف زدنش شد. فروشنده کارت اعتباری میراندا را گرفت و پرسید چیز دیگری نمی‌خواهی؟ گفت نه متشکرم. زن قوطی کرم را لای چند ورق دستمال کاغذی قرمز پیچید. گفت امیدوارم با این کرم زندگی خوشی داشته باشی. میراندا وقتی رسید را امضا می‌کرد دستش می‌لرزید. مرد هنوز ایستاده بود. فروشنده پاکت خریدی به میراندا داد و گفت ژل چشمی جدیدمان را هم به عنوان نمونه هدیه میدم. و قبل از اینکه کارت اعتباری او را روی پیشخوان به طرفش سر بدهد نگاهی به آن انداخت و گفت خداحافظ میراندا. میراندا به راه افتاد. اول قدمهایش را تند و بلند برداشت ولی بعد نزدیک درهای خروجی بزرگی که به سمت مرکز شهر باز می شد سرعتش را کم کرد. مرد که پا به پای او آمده بود گفت یک قسمت از اسم شما هندی است. میراندا جلوی میز گردی که پر از بلوز و پلیور بود ایستاد. مرد هم همینطور. گفت میراندا؟ میراندا گفت نه میرا، من عمه‌ای دارم که اسمش میراست. اسم مرد دیو بود. با سر به بانک اشاره کرد و گفت که در بانک سرمایه گذاری آنجا کار میکنه. او نخستین مرد سیبیلدار خوشقیافه‌ای بود که میراندا دیده بود. با هم از کیوسکایی که کمربند و کیفهای دستی ارزان قیمت میفروختند گذشتند و به طرف ایستگاه پارک استریت رفتند. باد شدید ماه ژانویه موهای میراندا را به هم می‌ریخت. همانطور که در جیب کتش به دنبال بلیط مترو می‌گشت، چشمش به پاکت خرید مرد افتاد. گفت آنها را برای او خریده اید؟ مرد گفت برای کی؟ میراندا گفت عمه‌تان میرا. مرد به چشمهای میراندا خیره شده بود و آهسته گفت برای زنم خریدم. دارد برای چند هفته می رود هند. تقریبا معتاد اینجور چیز هاست. در نبود همسر دف به نظر می آمد قضیه زیاد هم بد نباشد. اوائل میراندا و دف تقریبا بیشتر طول هر شب را با هم می گذراندند. دف گفته بود نمی تواند تا صبح در آپارتمان میراندا بماند. چون زنش هر روز ساعت 6 صبح یعنی 4 بعد ظهر به وقت هند به او تلفن میزند. برای همین ساعت 2، 3 و اغلب هلوهوش ساعت 4 صبح آنجا را ترک میکرد. در طول روز هم تقریبا ساعت به ساعت با میراندا صحبت میکرد و به او زنگ میزد. یا از محل کار یا با تلفن همراه چون برنامه کاری میراندا را میدانست. هر روز عصر ساعت 5:30 یعنی وقتی میراندا از مترو پیاده شده بود و نزدیک آپارتمانش رسیده بود شماره می گرفت و برایش پیغام می گذاشت. گفته بود اینطوری میراندا می تواند به محض ورودش به آپارتمان صدای او را بشنود که می گوید به تو فکر می کنم.
برای دیدنت نمیتوانم صبر کنم. گفته بود از گذراندن وقت در این آپارتمان کوچک لذت میبرد. آپارتمانی که پیشخان آشپزخانه‌اش به باریکی یک جعبه نام بود و کف خط خطی و خراش افتاده آن شیب داشت و صدای زنگ داخل راهروی ورودیش هر وقت که آن را فشار می‌داد کمی دست با چش می‌کرد. دف گفته بود از آمدن میراندا به بوستون، جایی که کسی را در آن نمی‌شناسد، خیلی خوشحال است و او را تحسین می کند که در میشیگان نمانده است و میراندا گفته بود که دلیلی برای تحسین وجود ندارد، چون او دقیقاً به همین علت نخواسته در میشیگان، شهری که دوران کودکی و دانشکده‌اش را در آن گذرانده، بماند. دیو هم سرش را تکان داده بود و ناگهان با حالتی جدی گفته بود: من میدانم تنهایی یعنی چه. و آن وقت میراندا حس کرده بود که دیو احساسات او را درک می کند و می فهمد آن شبهایی که میراندا تنها به سینما می رود و یا برای خواندن مجله به کتاب فروشی سر می زند یا به لاکشمی که همیشه یکی دو ساعت بعد با شوهرش در ایستگاه ایلواوف قرار دارند نوشیدنی می خورد، چه احساسی دارد؟ دیو بارها او را تحسین کرده بود که پاهایش از تنهش بلندتر است. گفته بود: تو تنها زنی هستی که پاهایی به این کشیدگی داری. دیو اولین کسی بود که این حرف را می زد. دوست پسرهای دوران دانشکده‌اش که فقط نسخه های بلند قدتر و سنگین تری از دوست پسرهای دوران دبیرستانش بودند، هیچ وقت چنین جمله‌ای به او نگفته بود. برخلاف آنها، دیو همیشه خودش پول چیزهایی که می‌خرید یا می‌خوردند را می‌پرداخت و درهای ورودی را برای او باز می‌کرد. اولین کسی بود که در رستوران از آن طرف میز خم شده و دست‌های میراندا را بوسیده بود. اولین کسی بود که برایش دست گلی آورده بود که از شدت بزرگی میراندا مجبور شده بود که گل‌ها را در یک دست لیوان بزرگ تقسیم کند. و اولین کسی بود که بارها و بارها اسم میراندا را در گوشش زمزمه میکرد. میراندا کم کم آرزو میکرد کاش او هم مثل لاکشمی عکسی در کنار دیو داشت تا به دیوار اتاقش بچسباند. در مورد دیو چیزی به کسی نگفته بود، حتی به لاکشمی. گاهی دلش میخواست به لاکشمی بگوید، چون او هم هندی بود، اما هر وقت تصمیم می گرفت لاکشمی پای تلفن بود و مشغول دلداری و نصیحت دختردایی افسرده و مریضش که شوهرش هنوز در لندن بود و پسرش هنوز مدرسه نمی رفت. لاکشمی با اصرار به دختردایی‌اش می گفت: باید غذا بخوری، نباید سلامتیت را از دست بدهی. و وقتهایی هم که با دختردایی‌اش حرف نمی زد با شوهرش صحبت می کرد. این بار گفتگوها کوتاه‌تر بود و بحث راجع به این که شام مرغ بخورند یا گوشت. یک بار میراندا شنید که لاکشمی از شوهرش عذرخواهی می‌کند و می‌گوید: معذرت می‌خواهم. این ماجرا پاک مرا بدبین کرده. میراندا و دیو هیچ وقت بحث و مشاجره‌ای نداشتند. آنها برای تماشای فیلم به نیکلودین می رفتند و تمام مدت یکدیگر را می بوسیدند. در میدان دیویس دیو دستمال کاغذی را مثل کراوات داخل یقه پیراهنش می چپاند و نان ذرت و گوشت بریانی می خورد. در بار یک رستوران ایتالیایی که یک سر بزرگ خوک روی دیوارش نصب شده بود سانگریا می نوشیدند، یک نوع نوشیدنی اسپانیایی. و یک روز هم به مرکز خرید AMF رفتند و میراندا برای اتاق خوابش پستری از گلهای نیلوفر آبی خرید. یکی از روزهای شنبه بعد از تماشای کنسرتی در سالن سمفونی شهر، دیو میراندا را به محل مورد علاقهش موزه ماپاریوم در مرکز علمی کریستین برد. داخل اتاق کره‌ای شکل با دیوارهای شیشه‌ای رنگی ایستادند. دیوارها شبیه سطح کره زمین بود. وسط اتاق یک پل شیشه‌ای قرار داشت، طوری که وقتی روی آن می‌ایستادند احساس می‌کردند در مرکز جهان هستند.
دو هند را که قرمز رنگ و خیلی کاملتر و جزئی تر از نقشه اکونومیست بود نشانش داد و بعد توضیح داد که بسیاری از کشورها از جمله سیام و سومالیلند تقریبا دیگر وجود ندارند و تعداد زیادی از اسمها هم عوض شدند. اقیانوس‌ها که مثل سینه تاووس آبی بودند به نسبت عمق دو رنگ تیره و روشن داشتند. دو گودترین نقطه زمین را در شمال جزایر میریانا نشان داد که 7 مایل عمق داشت. زیر پایشان مجمع الجزایر قطب جنوب بود و بالای سرشان یک ستاره آهنی غول پیکر. وقتی دو حرف میزد صدایش توی دیواره های شیشه‌ای منعکس میشد. گاهی بلند حرف میزد و گاهی آرام. گاهی انگار تا اعماق وجود میراندا فرو میرفت و گاهی اصلا به گوشش نمیرسید. میراندا دید عده‌ای از توریست‌ها وقتی میخواهند روی پل بیایند گلوشان را صاف میکنند، مثل آنکه بخواهند جلوی میکروفون صحبت کنند. دیو برایش توضیح داد که این به دلیل وضعیت خاص صوتی سالن است. میراندا لندن را پیدا کرد، جایی که شوهر دختر دایلا کشمی کنار آن زن به سر می بود. دلش می خواست بداند که همسر دیو در کدام یک از شهرهای هند است. خود او دورترین سفرش به جزایر باهاما بوده. در زمان کودکیش هرچه گشت نتوانست باهاما را روی دیوارهای شیشه‌ای پیدا کند. وقتی توریست ها رفتند و او دوباره با دیو تنها شد، دیو از او خواست که در یک سر پل بیستد و گفت 2 سر پل حدوداً 10 متر از هم فاصله دارد. با این حال آنها می توانند حتی صدای پچ پچ یک دیگر را بشنوند. میراندا گفت امکان ندارد. این اولین جمله‌ای بود که بعد از ورود به آنجا می گفت. احساس کرده چند تا بلنگو در گوشهایش کار گذاشتند. دیو همونطور که به یک طرف پل می رفت گفت شروع کن. صدایش را پایین آورد و کم کم به زمزمه تبدیل کرد. گفت یه چیزی بگو. میراندا به لبهای دیو نگاه می کرد که کلمات را شکل می داد و همزمان انقدر واضح به گوشش می رسید که تا زیر کت زمستانی و زیر پوستش حس می کرد. صدا آنقدر نزدیک و پرحرارت بود که احساس گرما کرد. میراندا آهسته گفت های. دیگر نمی دانست چه باید بگوید. دیو نجوا کنان جواب داد تو خیلی جذابی. هفته بعد لاکشمی در اتاقکش به میراندا گفت این اولین باری نیست که شوهر دختر داییش با زنی دوست می شود. یک روز عصر هم وقتی خواستند از دفتر کارشان خارج شوند لاکشمی گفت دختردایی تصمیم گرفته انقدر صبر کند تا شوهرش سر عقل بیاید. این کار را به خاطر پسرش میکند. میخواهد به خاطر بچه شوهرش را ببخشد. میراندا صبر کرد تا لاکشمی کامپیوترش را خاموش کند. لاکشمی حرفش را ادامه داد. او یواش یواش مثل مار میخزد و برمیگردد و زنش هم او را میپذیرد. اگر من جای دختردایی بودم اصلا راهش نمیدادم. شوهر من حتی اگر فقط به زنی نگاه بکند قفل در خانه را عوض میکند. لاکشمی به عکسی که به دیوار اتاقکش چسبانده بود نگاه کرد. شوهرش بازویش را روی شانه او انداخته بود و زانوهایش را روی نیمکت به طرفش کش کرده بود. لاکشمی به طرف میراندا برگشت و پرسید تو خودت چنین کاری نمی کنی؟ میراندا با سر تایید کرد. همسر دیو فردای آن روز از هند بر می گشت و دیو تلفنی به میراندا گفته بود که مجبور است به فرودگاه برود. قول داده بود که در اولین فرصت با او تماس بگیرد. میراندا از لاکشمی پرسید تاج محل چه جور جاییه؟ چشمهای لاکشمی از یادآوری خاطراتش برق زد. رمانتیک ترین نقطه روی زمین، دوست داشتنی تنی، بنای همیشه روزگار. این را گفت. در طول مدتی که دیو به فرودگاه رفته بود،
میراندا هم در طبقه پایین فروشگاه فیلین در حال خرید چیزهایی بود که گمان میکرد برای یک معشوقه لازم است. یک جفت کفش پاشنه بلند مشکی با سگک‌هایی به اندازه دندانه‌های ریز یک بچه، یک زیرپوش ساتن با لبه‌های دالبری شده و یک لباس بلند و ابریشمی تا زانو. به جای جوراب شلواری هم که همیشه سر کار می‌پوشید، یک جفت جوراب نازک خرید. بعد هم چوب لباسی‌ها را یکی یکی کنار زد تا سرانجام یک لباس شب چسبان نقره‌ای به رنگ چشم‌هایش با بندهای باریک زنجیری انتخاب کرد. به دو فکر کرد و به حرفی که او در مورد ماپاریوم زده بود. اولین بار بود که مردی به او می گفت جذاب. وقتی چشمهایش را می بست می توانست زمزمه او را که هنوز در زیر پوستش جریان داشت حس کند. اتاق پرو یک اتاق بزرگ بود با چند آینه دیواری. کنار یک زر مسن که چهره صورتی و موهای وزوزی سفیدی داشت. یک جای خالی پیدا کرد. زن که پا برهنه و با لباس زیر ایستاده بود و یک جوراب بادی مشکی تور را بین انگشت های خود محکم می کشید نصیحت کنان گفت: همیشه نگاه کن ببین لباس پارگی یا در رفتگی نداشته باشه. میراندا زیر پوش ساتن را جلوی سینه اش گرفت. زن به علامت تایید سرش را تکان داد. گفت: او بله. میراندا لباس شب نقره ای را بالا گرفت. گفت: این چطور؟ زن گفت: طرف درجا دلش میخواد درش بیاره. میراندا خود را روبروی دو در رستوران صاف سند تصور کرد، جایی که قبلا یک بار رفته بودند و دو غذا با سوپ تمشک و شامپاین سفارش داده بود. تصور کرد که او لباس شبش را پوشیده و دف هم با یکی از کت شلوارهای همیشگیش از آن طرف میز خم شده و دارد دستهای او را میبوسد. اما عصر یک شنبه که چندین روز از آخرین دیدارشان میگذشت، دف با لباس ورزشی به دیدنش آمد و گفت بعد از بازگشت همسرش تنها بهانه‌ای که میتواند بیاورد این است که یک شنبه ها با ماشین به بوستون میرود و با دوستش چارلز ورزش میکند. میراندا لباس ابریشمی بلندی را که از فروشگاه فیلین خریده بود تنش کرده بود، ولی وقتی در را باز کرد دیو اصلا متوجه آن نشد و بدون هیچ حرفی میراندا را بلند کرد و به طرف تخت. بعدن وقتی میراندا میخواست یک نلبکی به عنوان زیر سیگاری برای دیو بیاورد، دوباره همان لباس را پوشید. اما دیو گله کرد که این لباس او را از تماشای ساقهای کشیدهش محروم میکند. برای همین یک شنبه بعد میراندا دیگر خودش را درد سر نداد و همان جینش را پوشید. زیر پوشش را ته کشو پشت جوراب‌ها و لباس‌های زیر روزانه گذاشت و لباس شب نقره‌اش را در کمد آویزان کرد. بندهای زنجیری لباس همیشه از روی جالباسی فلزی سر می‌خورد و صبح‌ها اغلب روی زمین بلو شده بود. میراندا همچنان انتظار یک شنبه‌ها را می‌کشید. صبح‌های یک شنبه به سوپرمارکت می‌رفت و نان باگت و خوراکی‌های مورد علاقه دو را می‌خرید. ترشی شاهماهی، سالاد سیب زمینی، پنیر ماسکارپون، آنها توی رخت خواب و بدون تشریفات یا ظرف و ظروف اضافی غذا می‌خوردند. ماهی را با انگشت برمی‌داشتند و باگت را با دست باز می‌کردند. دیو از کودکیش تعریف میکرد و اینکه وقتی از مدرسه برمیگشت آب انبه‌ای را که برایش توی سینی میآوردند یک جا سر میکشید و بعد با لباس یک دست سفیدش کنار دریاچه کریکت بازی میکرده. برای میراندا تعریف میکرد که چطور در 18 سالگی و در زمانی که میگفتند کشور وضعیت فوق‌العاده‌ای دارد به دانشکده‌ای در شمال ایالت نیویورک فرستاده شده و با وجود اینکه دوره تحصیلش را به زبان انگلیسی گذرانده بود، سالها زحمت کشیده بود تا بتواند مثل لهجه امریکایی‌ها در فیلم‌های سینمایی صحبت کند. در مدت حضورش 3 سیگار می‌کشید و آنها را در نلبکی کنار تخت خواب میراندا خاموش می‌کرد.
بعضی وقتا از میلادها سوالی میپرسید. مثلا اینکه چند تا دوست پسر داشته؟ 3 تا. و اولین بار در چند سالگی با کسی خوابیده؟ 19 سالگی. بعد از نهار روی ملافه‌هایی که پر از خورده نان بود، دیو یک چرت 12 دقیقه‌ای میزد. میراندا هیچ وقت ندیده بود آدم بزرگی وسط روز چرت بزند. اما دیو میگفت که این عادت را از زندگی در هند با خود دارد. آنجا روزها هوا آنقدر گرم است که مردم تا پیش از پایین آمدن آفتاب نمیتوانند از خانه ها بیرون بیایند. بعد بازویش را دور میراندا حلقه کرد و با شیطنت گفت: و علاوه اینطوری میتوانیم پیش هم بخوابیم. مسئله فقط اینجا بود که میراندا هیچ وقت خوابش نمی برد. به ساعت روی میز پاتختی خیره میشد یا صورتش را به انگشتهای پرموی دیو میمالید. بعد از 6 دقیقه رویش را به طرف دیو می کرد، آه می کشید و خودش را کش و قوس می داد تا ببیند دیو واقعا خواب است یا نه. و دیو همیشه واقعا خواب بود. وقتی نفس می کشید دنده هایش دیده می شد. با این حال کم کم داشت شکم می آورد. همیشه از موهای روی شانهش شکایت می کرد. ولی میراندا او را کاملا بی عیب و نقص می دانست و دوست نداشت جور دیگری تصورش کند. بعد از 12 دقیقه دیو طوری چشمهایش را باز می کرد که انگار تمام مدت بیدار بوده و لبخندی پر از رضایت به میراندا می زد. میراندا پیش خود آرزو می کرد کاش خودش هم چنین حسی را می داشت. دیو آهی می کشید و می گفت: بهترین 12 دقیقه تمام هفته. بعد از رخت خواب بیرون می پرید. گرم کنش را می پوشید، بند کفش ورزشیش را می‌بست و در دستشویی دندانهایش را با انگشت مسواک می‌زد. کاری که می‌گفت هندی‌ها برای خلاص شدن از بوی سیگار می‌کنند. وقتی میراندا او را برای خداحافظی می‌بوسید، بوی خودش را لابلای موهای دیو حس می‌کرد. اما می‌دانست دیو با این بهانه که تمام بعد ظهر را دویده، به محض ورود به خانه قبل از هر کاری دوش خواهد گرفت. غیر از دیو و لاکشمی میراندا هندی دیگری نمی شناخت. مگر خانوادهی به نام دیکشت که همسایه زمان بچگیش بودند. چیزی که از همه بیشتر نظر بچه های همسایه و از جمله خود میراندا را جلب می کرد این بود که آقای دیکشت هر شب در طول خیابانهای مارپیچ و مسطح اطراف با پیراهن و شلوار روزانهش می دوید. تنها نشانی که او از لباس ورزشی داشت یک جفت کفش کتانی ارزان قیمت بود. در تعطیلات آخر هفته هم خانوم و آقای دیکشت با 2 پسر و تنها دخترشان سوار ماشین می شدند و 2 روز غیبشان می زد. پدرها از اینکه آقای دیکشت به چمن باغچه خانهش رسیدگی نمی کند و به اندازه کافی به آن کود نمی دهد یا برگها را به موقع جمع نمی کند شکایت داشتند. و عقیده داشتند که خانه دیکشت ها تنها خانه است که با دیوارهای پوشیده از برگ مو از زیبایی و جذابیت آن منطقه می کاهد. مادرها هم هیچ وقت خانم دیکشت را برای عصرانه کنار استخر آرمسترانگ دعوت نمی کردند. صبحا که بچه های همسایه منتظر اتوبوس مدرسه بودند، بچه های دیکشت کناری می ایستادند. آن وقت بچه های همسایه زیر لب می گفتن دیکشت در پیت، دیکشت در پیت و می زدن زیر خنده. 1 سال همه بچه ها به جشن تولد دختر خانده دیکشت دعوت شدند. میراندا هنوز بوی تند بخوری های معطر و انبوی کفش هایی را کنار در ورودی روی هم ریخته بود به یاد می آورد. چیزی که از همه بیشتر در ذهنش زنده و شفاف مانده بود تکه پارچه نقاشی شده ای بود. تقریبا به اندازه یک روبالشی که زیر پله های خانه از یک میخ چوبی آویزان شده بود. تصویر یک زن اوریان بود. صورت سرخ رنگش شبیه سپر یک شوالیه بود و با چشمهای سفید بیشمار به طرف شقیقه هایش نگاه میکرد. به جای مردمک فقط نقطه های کوچکی داخل چشم ها داشت.
و دو دایره دیگر هم با همون نقطه ها سینه هایش را نشان می داد. با یک دست خنجری را در هوا بلند کرده بود و با یکی از پاهایش مرد در حال تقلایی را روی زمین له می کرد. دور تا دور بدنش سرهای بریده خونالود به تناب کشیده شده بود و زبانش را به طرف میراندا بیرون آورده بود. خانم دیکشت همونطور که با جابجا کردن میخ چوبی قاب را صاف میکرد سرزنده و با نشاط توضیح داد: این الهه کالیست. دستهایش با حنا رنگ شده بود و شکلهای پیچیده و درهمی از ستاره ها و خطوط زیگزاگ روی آن دیده میشد. بعد گفت: خب دیگر بیایید، وقت خوردن کیک است. میراندا که آن وقت 9 سال بیشتر نداشت میترسید کیک تولد دختر دیکشت را بخورد. در طول ماه‌های بعد هم هر روز در مسیر ایستگاه اتوبوس مدرسه میترسید از جلوی خانه دیکشت ها حتی وقتی در آن طرف خیابان راه میرفت بگذرد و تا رسیدن به باغچه خانه بعدی نفسش را در سینه حبس میکرد. درست همان کاری که وقت عبور اتوبوس مدرسه از کنار قبرستان میکرد. و حالا از یادآوری آن ترسها خجالت میکشید. وقتی با دو بود چشمهایش را میبست و صحراها، فیلها و بناهای مجلل مرمری را مجسم میکرد که روی دریاچه ها و زیر نور قرص کامل ما شناور بودند. روز شنبه ای که هیچ کاری نداشت تا میدان مرکزی پیاده رفت و در یک رستوران هندی سفارش مرغ تنوری داد. همینطور که غذا میخورد سعی کرد عبارتهای هندی لیست غذا را که برای کلماتی چون لذیذ، آب و صورت حساب لطفاً نوشته شده بود به خاطر بسپارد. عبارت در ذهنش نمیماند. گهگاه مقابل قسمت زبانهای خارجی کتاب فروشی میدان کنمر میاستاد و سعی میکرد الفبای زبان بنگالی را از یک مجموعه خودآموز یاد بگیرد. یک روز حتی سعی کرد بخش هندی اسمش یعنی میرا را توی دفتر یادداشتش بنویسد. حرکت‌ها، توقف‌ها و چرخش‌های دستش برای نوشتن حروف به نظرش نامأنوس و ناآشنا می‌آمدند. در لحظه‌ای که اصلاً انتظارش را نداشت میبایست خودکار را از روی کاغذ بر می‌داشت. مثل فلش‌های کتاب از چپ به راست خطی کشید که حروف روی آن قرار می‌گرفتند. یکی بیشتر شبیه یک عدد شد، دیگری تقریباً مثل یک مثلث. چندین بار سعی کرد تا بالاخره توانست حروف اسمش را مثل حروف نمونه در کتاب بنویسد. تازه هنوز هم مطمئن نبود که درست نوشته باشد. احتمال داشت به جای میرا نوشته باشد مارا. چیزی که نوشته بود برایش یک سری خطوط بی‌معنی بود. ولی با تعجب و شگفتی مطمئن بود که در جایی از دنیا این کلمه معنا دارد. در طول هفته اوضاع زیاد بد نبود. کار روزانش سرگرمش میکرد. نهار را با لاکشمی در رستوران جدیدی در نزدیکی محل کارش می‌خورد و لاکشمی از زندگی دختر دایی‌هایش و خبرهای تازه دیگری که داشت به او می‌داد. بعضی وقتها میراندا سعی می‌کرد موضوع را عوض کند. یاد احساس دوران دانشکده‌اش می‌افتاد که به همراه دوست پسرش بدون آنکه پول غذایشان را بدهند از یک ساندویچ فروشی شلوغ در رفته. فقط برای اینکه ببینند جرأتش را دارند یا نه. اما لاکشمی جز همان موضوع حرف دیگری نمی‌زد. یک روز گفت: اگر من جای دختر دایی بودم با هواپیما یک راست می‌رفتم لندن و هر دوتاشان را با گلوله می‌کشتم. یک پاپادام را تکه کرد و داخل چاتنی انداخت. گفت: من نمیدانم دختر دایی چطور میتواند فقط بنشیند و صبر کند. میراندا میدانست چطور باید صبر کند. شبها پشت میز غذاخوری آپارتمانش مینشست و ناخونهایش را برق میانداخت. سالاد را از داخل ظرف سالادخوری میخورد. تلویزیون نگاه میکرد و انتظار روزهای یک شنبه را میکشید.
شنبه ها بدترین روز هفته بود، چون می دانست یک شنبه هیچ وقت قبل از شنبه نمی آید. شنبه بعدی دیو دیر وقت به او تلفن کرد. از آن طرف خط صدای خنده و صحبت عده زیادی شنیده می شود. صدا آنقدر زیاد بود که میراندا خیال کرد دیو از سالن کنسرت زنگ زده. اما او گفت من خانم. صدات خوب نمیاد. مهمان داری. بگو ببینم دلم برایت تنگ شده. میراندا نگاه کرد به صفحه تلویزیون. یک سریال کمدی پخش می شد. با زنگ تلفن صدایش را بسته بود. دیو را مجسم کرد که در اتاقی در طبقه بالای خانه‌اش آهسته با تلفن همراه حرف می‌زند و برای احتیاط یک دستش را هم روی دستگیری در گذاشته. دیو دوباره پرسید میراندا دلت برایم تنگ شده؟ میراندا گفت دلش تنگ شده. فردا که دیو آمد میراندا از او پرسید همسرش چه شکلی است؟ از وقتی تصمیم گرفته بود این سوال را بپرسد ته دلش احساس نگرانی میکرد. صبر کرده بود تا دیو آخرین سیگارش را هم بکشد و آن را با یک پیچ سری در نعلبکی له کند. احتمال میداد که از جواب تفره برود یا بحث و بگو مگو کند. اما دیو همونطور که یک تکه ماهی سفید دودی را روی نان میگذاشت خیلی راحت و خونسرد گفت همسرش شبیه یک زن هنرپیشه اهل بمبئی به نام مادروی دیکشت است. برای یک لحظه قلب میراندا ایستاد. اما نه، دختر دیکشت ها اسمش چیز دیگری بود، انگار با پ شروع میشد. با این حال احتمال داشت آن هنرپیشه و دختر دیکشت با هم قوم و خویش باشند. دختر دیکشت دختر ساده‌ای بود که در تمام دوره دبیرستان موهایش را در دو سوی گردنش می‌بافت. چند روز بعد نزدیک وقت نهار میراندا به یک سوپر کوچک هندی در میدان مرکزی رفت که نوارهای ویدئویی هم کرایه می‌داد. در با جیرینگ جیرینگ پرسر و صداهای زنگ باز شد. میراندا تنها مشتری مغازه بود. از تلویزیون گوشه مغازه یک فیلم ویدئویی پخش می شد. گروهی از دختران جوان هندی با شلوارهای گشاد کنار ساحل در یک ردیف ایستاده بودند و هماهنگ با هم می رقصیدند. مردی که پشت پیشخوان ایستاده بود و سمبوسه می خورد پرسید می توانم کمکتان کنم؟ توی پیشخوان شیشه‌ای جلوی او چند سینی سموسه پف کرده، چند کیک پرتقالی داخل یک ظرف شربت چیده شده بود و چند فاج الماسی شکل لای زرورق پیچیده شده بود. گفت فیلم می خواهید؟ میراندا دفتر یادداشتش را باز کرد. نوشته بود ماتری دیکشت. به جلد نوارهای ویدئویی داخل قفسه‌های پشت پیشخوان نگاه کرد. زنانی با دامنهای کوتاه و تاپهایی که مثل دستمال گردن روی سینه‌هاشان گره زده بودند. بعضی به دیوارهای سنگی یا درختهای پشت سرشان تکیه داده بودند. صورتهای زیبایی داشتند و با آن چشمهای سرمه کشیده و موهای بلند مشکی قشنگ می‌رقصیدند. دیگر مطمئن شده بود که مادوری دیکشت هم زیباست. مرد سری نوک انگشتانش را به پیراهنش پاک کرد. سه تا حلقه فیلم از قفسه در آورد و گفت فیلم های زیرنویسدار هم داریم خانم. میراندا گفت نه متشکرم نه. در مغازه گشتی زد و به قفسه ها که با پاکت ها و قوطی های بدون برچسب پر شده بود نگاهی انداخت. فریزر صندوقی پر از نانهای پیتا و سبزیجاتی بود که نمی شناخت. فقط قفسه های میکس برایش آشنا بود. از همانهایی که لاکشمی همیشه می خورد. به ذهنش رسید چند بسته برایش بخرد. اما بعد منصرف شد. با خودش فکر کرد چطور برایش توضیح دهد که در یک سوپر هندی چه می کرد. مرد در حالی که با چشم او را دنبال می کرد گفت آنها خیلی تند است. برای شما زیادی تند است.
تا ماه فوریه هنوز شوهر دختر دایی لاکشمی سر عقل نیامده بود. او به مونترال آمده بود و بعد از 2 هفته مشاجره و بگو مگوی شدید چمدانهایش را بسته و با هواپیما به لندن برگشته بود. حالا هم درخواست طلاق کرده بود. میراندا از داخل اتاقکش حرفهای لاکشمی را میشنید که دائما به دختر داییش میگفت مطمئنن مردان بهتری در دنیا وجود دارند و فقط باید صبر کند تا پیدایشان شود. فردای آن روز دختر دایی خبر داد که میخواهد همراه پسرش برای تجدید قوا و تمدد اعصاب به خانه پدری و مادرش در کالیفرنیا برود. لاکشمی قانعش کرد که آخر هفته برای یک توقف کوتاه به بوستون برنامه ریزی کند و با ملایمت و در این حال با اصرار گفت تغییر آب و هوا برایت خوب است. به علاوه سال هاست که ندیدم. میراندا به تلفن خودش خیره شد. کاش دو زنگ میزد. از آخرین مکالمهشان 4 روز میگذشت. شنید که لاکشمی شماره مرکز راهنمای تلفن را گرفت و شماره تلفن یک آرایشگاه و سالن زیبایی را خواست و گفت یک جای آرام و آرامش بخش. بعد به مدیر آرایشگاه ماساژ صورت، مانیکور و پدیکور سفارش داد. بعد هم یک میز 2 نفره برای نهار در رستوران فور سیزن رزرو کرد. لاکشمی که میخواست به دختر داییش خوش بگذرد، پسر او را به کلی فراموش کرده بود. آهسته با انگوش به دیواره بین اتاقک ها ضربه زد. گفت شنبه بیکاری؟ پسرک لاغر بود و موهای چتری پرپشتی داشت. شلوارش خاکستری بود و یک پلیور قرمز یقه 7 به تن داشت. یک جفت کفش چرمی مشکی پوشیده بود و کوله پشتی زردی پشتش انداخته بود. پای چشمهای پسرک گود افتاده بود و این اولین چیزی بود که توجه میراندا را جلب کرد. گودی پای چشمها خسته و بیحال نشانش میداد. با اینکه فقط 7 سالش بود، انگار مدتهای زیادی سیگار کشیده و خیلی کم خوابیده بود. یک دفتر بزرگ سیمی نقاشی در دست داشت. اسمش روحین بود. همونطور که به میراندا نگاه میکرد گفت یک پایتخت ازم بپرس. ساعت 8:30 صبح شنبه بود. میراندا به او خیره شده و یک جرعه قهوه خورد. گفت چی؟ دختر دایی لاکشمی برایش توضیح داد که یک جور بازی است. شما اسم یک کشور را میگویید، او پایتختش را میگوید. او هم مثل پسرش لاغر بود، با صورتی بزرگ و همان گودی پای چشم‌ها. یک کت آجری رنگ روی شانه هایش سنگینی میکرد. موهای مشکیش را نزدیک شقیقه ها لابلای چند تار خاکستری پنهان کرده بود. مثل بالرین ها آنها را از پشت بسته بود. لاکشمی گفت باید توی ماشین میشنیدی تقریبا تمام اروپا را حفظ است. روحین گفت نه خیر، بازی نیست. من با یکی از بچه های توی مدرسه مسابقه گذاشتم. قرار شد همه پایتخت‌های دنیا رو حفظ کنیم. من میخوام ازش ببرم. میراندا سرش را تکان داد و گفت خب بگو ببینم پایتخت هند کجاست؟ گفت برو بابا. پسرک به حالت قدم رو به طرف مادرش رفت و بازوهایش را مثل یک سرباز اسباب بازی تاب داد. جیب اوورکوت مادرش را کشید و گفت یک سوال سخت بپرس. مادرش گفت سنگال. روحین پیروزمندانه فریاد زد داکار و شروع کرد به چرخیدن در دایره های بزرگ و بزرگتر. بعد به طرف آشپزخانه دوید. میراندا صدای باز و بسته کردن در یخچال را شنید. دختر دایی لاکشمی با خستگی داد زد روحین بدون اجازه به چیزی دست نزد. به طرف میراندا برگشت و سعی کرد لبخند بزند. گفت نگران نباشید، تا چند ساعت دیگر خوابش میبرد. متشکرم از اینکه مواظبش هستید. لاکشمی همونطور که همراه دختر داییش از راه رو خارج میشد گفت ببخشید، باید زودتر برویم. ماشین را دوبله پارک کردم تا ساعت 3 برمیگردیم.
میراندا زنجیر پشت در را انداخت و به سراغ روحین در آشپزخانه رفت. اما او حالا در اتاق نشیمن بود. پشت میز نارخوری روی یکی از صندلی‌ها زانو زده بود و داشت زیپ کوله پشتی را باز می‌کرد. بعد سبد لوازم مانیکور میراندا را کنار زد و مداد رنگی‌هایش را پخش کرد روی میز. میراندا بالای سرش ایستاد. روحین با مداد آبی یک هواپیما کشید. میراندا گفت خیلی قشنگ است. روحین اعتنایی نکرد. میراندا به آشپزخانه رفت و برای خودش دوباره قهوه ریخت. روحین بلند گفت لطفاً برای من هم بریز. میراندا به اتاق برگشت گفت چی بریزم؟ گفت قهوه به اندازه کافی در قوری بود، خودم دیدم. میراندا روبروی او پشت میز نشست. روحین گهگاه مداد دیگری برمی‌داشت و برای این کار تقریباً می‌ایستاد. در صندلی یک فرو رفتگی درست شده بود. میراندا گفت تا هنوز برای خوردن قهوه کوچکی. روحین روی دفتر خم شد، طوری که سینه استخوانی و شانه هایش تقریبا به آن چسبید و دیگر نمیشد نقاشیش را دید و گفت مهماندار هواپیما گذاشت من قهوه بخورم، برایم شیر و شکر حسابی هم ریخت. بعد دوباره صاف نشست. کنار هواپیما زنی با موهای بلند موجدار و چشمهای ستاره شکل کشیده بود و با اطمینان گفت نه، موهایش روشنتر از این بود. پدرم هم توی هواپیما یک زن خوشگل دیده. به میراندا نگاه کرد. همونطور که میراندا قهوهش را میخورد، صورت او هم لحظه به لحظه قرمزتر میشد. گفت نمیشود فقط یک ذره قهوه بخورم؟ خواهش میکنم. به رغم چهره خوددار و ظاهراً آرام روحین، میراندا میترسید که از آن بچه هایی باشد که قشقرق به پا میکنن. لحظه ای را تصور کرد که روحین با کفش چرمیش به او لگد میزند و برای قهوه داد و فریاد میکنند و تا مادرش و لاکش میبرگردند جیغ میکشد و گریه میکنند. با بیمیلی به آشپزخانه رفت و همانطور که خواسته بود برایش یک لیوان شیر قهوه ریخت. لیوانی را انتخاب کرد که اگر احیانا از دست پسرک بیفتد و بشکند مهم نباشد. وقتی لیوان را روی میز گذاشت، روحین گفت متشکرم. آن را با هر دو دستش گرفت و آهسته آهسته شروع کرد به خوردن. میراندا در مدتی که اون نقاشی میکشید کنارش نشسته بود، اما وقتی خواست برق ناخن بزند روحین نگذاشت. در عوض یک سالنامه جهانی جلد شومیز از کوله پشتیش در آورد و از او خواست امتحانش کند. کشورهای دنیا به ترتیب قاره در 6 صفحه دسته‌بندی شده بود. کنار هر کدام از کشورها از نام پایتخت که با حروف سیاه چاپ شده بود، اطلاعات مختصری در مورد جمعیت، دولت، چیزهای دیگری از این قبیل به چشم می‌خورد. میراندا از قسمت آفریقا صفحه‌ای را باز کرد و از بالای لیست شروع کرد به پرسیدن. گفت مالی؟ روحین سریع جواب داد باماکو. گفت مالاوی؟ گفت لیلونگو. یادش آمد که در ماپاریوم قسمت بزرگی از آفریقای سبز رنگ بود. روحین گفت بپرس دیگه. گفت موریتانی. گفت نواکشوت. گفت موریتیوس. روحین مکس کرد. چشمهایش را محکم روی هم فشار داد. بعد شکست خورده و آنها را باز کرد. گفت یادم نیست. میراندا گفت پورت لوئیس. روحین آهسته و با آواز تکرار کرد که پورت لوئیس، پورت لوئیس. وقتی کشورهای آفریقا تمام شد، روحین به سراغ تلویزیون رفت تا کارتون تماشا کند و میراندا را هم واداش کنارش بنشیند. بعد دنبال میراندا به آشپزخانه رفت و همونطور که میراندا قهوه درست میکرد کنارش ایستاد. چند دقیقه بعد میراندا رفت دستشویی. وقتی در را باز کرد، روحین پشت در ایستاده بود. جا خورد. گفت میخوای بری دستشویی؟ روحین سرش را به علامت نه تکان داد.
و به داخل دستشویی رفت. در پوش توالت را گذاشت و رویش ایستاد و قفسه باریک شیشه‌ای بالای روشویی را با دقت وارسی کرد. مسواک و لوازم آرایش میراندا توی قفسه بود. ژل چشمی که میراندا روز ملاقات با دو نمونه گرفته بود برداشت و پرسید این چی کار میکنه؟ میراندا گفت برای پف کردگی است. روین گفت پف کردگی؟ میراندا با دست چشمش را نشان داد. گفت برای اینجا. روین گفت یعنی برای بعد از گریه کردن؟ میراندا گفت آره فکر میکنم. روین درش را باز کرد و کمی از آن را روی انگشتش زد و بعد به پشت دستش مالید. سرش را جلو آورد و از نزدیک به دستش خیره شد. انگار منتظر بود رنگ پوستش تغییر کند. گفت می سوزاند؟ مادرم پف کردگی دارد؟ می گوید سرماخوردگی است ولی من می دانم به خاطر گریه است. او حسابی گریه می کند. بعضی وقتها چند ساعت پشت سر هم. بعضی وقتها تمام مدت شام. بعضی وقتا انقدر زیاد گریه می کند که چشمایش مثل قورباغه پف می کند. میراندا نمی دانست باید به او غذا بدهد یا نه. فقط یک بسته کیک برنجی و کمی کاهو در خانه داشت. پیشنهاد کرد با هم بروند بیرون تا از سوپر چیزی بخرند. اما روحین گفت زیاد گرسنه نیست و یکی از همون کیک برنجی ها را می خورد. گفت تو هم یکی بخور. سر میز نشستند. میراندا ظرف کیک برنجی را وسط میز گذاشت. روحین دفتر نقاشیش را ورق زد و صفحه سفیدی آورد. گفت تو بکش. میراندا یک مداد آبی برداشت. گفت چی باید بکشم؟ روحین مکسی کرد و گفت فهمیدم و از میراندا خواست وسایل اتاق را نقاشی کند. گفت کاناپه، صندلی ها، تلویزیون، تلفن. اینطوری یادم میماند. میراندا گفت چی یادت میمونه؟ روحین یک کیک دیگر برداشت و گفت امروز. میراندا گفت چرا میخواهی امروز یادت بمونه؟ گفت چون بعد از این هیچ وقت همدیگر رو نخواهیم دید. میراندا از ظرافت و زیبایی جمله های او جا خورده بود. حرف روحین کمی ناراحتش کرد. اما روحین ناراحت به نظر نمی آمد. روی کاغذ زد و به میراندا گفت زود باش. میراندا سعی کرد تا جایی که میتواند اشیاء داخل اتاق را خوب نقاشی کند. کاناپه، صندلی‌ها، تلویزیون و تلفن. روحین تقریبا خودش را به میراندا چسبیده بود و سرش را انقدر به کاغذ نزدیک کرده بود که گاهی میراندا اصلا نمیتوانست چیزی ببیند که چطور دارد میکشد. روحین دست قهوه‌ای و کوچکش را روی دست میراندا گذاشت و گفت حالا من. میراندا مداد را به او داد. او سرش را تکان داد و گفت نه حالا من را بکش. میراندا گفت نمیتوانم شکل تو در نمی آید. دوباره همون نگاه خوددار و حالت مسخره صورت روحین را پر کرده بود. گفت خواهش میکنم. میراندا شروع کرد به نقاشی و از سر و صورت روحین و موهای چتری پرپشتش را کشید. او قیافه رسمی به خودش گرفته بود و بی حرکت به گوشه‌ای نگاه میکرد. میراندا دوست داشت نقاشی خوبی از آب در بیاید. دستها و چشمهایش را به سرعت به جهتهای ناآشنایی حرکت میداد. یاد روزی افتاد که در کتاب فروشی میخواست اسمش را به بنگالی بنویسد. نقاشی اصلا شبیه روحین نشده بود. داشت بینیش را می کشید که روحین از سر میز بلند شد. گفت حوصله ندارم. به طرف اتاق خواب میراندا رفت. در را باز کرد و وارد اتاق شد. بعد کشوهای قفسه پایین را باز کرد. میراندا به سراغش رفت. روحین رفته بود داخل کمد. وقتی با موهای به هم ریخته بیرون آمد لباس شب میراندا در دستش افتاده بود و گفت افتاده بود روی زمین. گفت آره همش از روی جالباسی لیز میخوره. روحین نگاهی به لباس و بعد به تن میراندا انداخت. گفت بپوشش. گفت چی؟
گفت میگم بپوشش. هیچ دلیلی برای پوشیدنش وجود نداشت. غیر از اتاق پروف در فروشگاه فیلین، میراندا دیگر هیچ بخان را نپوشیده بود و میدانست تا وقتی که با دوز هیچ وقت هم نخواهد پوشید. میدانست دیگر با هم به رستوران نمیروند تا دو از آن سر میز خم شود و دستهای او را ببوسد. میدانست همیشه فقط روزهای یک شنبه و در آپارتمان او میتوانند همدیگر را ببینند. دو با گرمکن ورزشی و او با شلوار جین. لباس را از روی گرفت و آن را تکاند. جنس پارچه طوری بود که چروک نمیشد. توی کمد گشت تا یک جالباسی خالی پیدا کنه. روحین که آمد پشت سرش گفت بپوشش لطفا. صورتش را به بدن میراندا فشار داد و بازوهای لاغرش را دور کمر او حلقه کرد. گفت خواهش میکنه. میراندا که از قدرت دستهای روحین تعجب کرده بود گفت خب باشد. روحین خندید و روی لبه تخت نشست. میراندا به در اشاره کرد و گفت باید بیرون منتظر شوی. وقتی حاضر شدم میایم بیرون. اما مادرم همیشه لباسهایش را جلوی من در می آورد. این را روحین گفت. میراندا گفت راستی؟ روحین سرش را تکان داد. گفت تازه بعدش آنها را مچاله پای تخت ول می کند. بعد گفت که توی اتاق من هم می خوابد. میگوید حالا که پدرم رفته بهتر است روی تخت خواب خودش نخوابد. میراندا زیر بغل او را گرفت تا از روی تخت پایین بیاید، ولی روحین مقاومت کرد. میراندا بلندش کرد. سنگین تر از آن بود که گمان میکرد. روحین به آن آویزان شد. پاهایش را محکم دور کمرش حلقه کرد و سرش را به سینه‌اش فشرد. میراندا او را بیرون اتاق روی زمین گذاشت. در را بست و برای اطمینان بیشتر قفل کرد. جلوی آینه قدی پشت در ایستاد و همانطور که خود را در آن نگاه میکرد لباس را پوشید. جوراب‌های ساق کوتاهش مضحک به نظر می‌رسید. در یکی از کشوها را باز کرد و جوراب ساق بلندش را برداشت. از ته کمد هم کفش‌های پاشنه بلند را پیدا کرد و پوشید. بندهای زنجیری لباس روی استخوان شانه هایش وزنی نداشتند. نمی توانست زیب لباس را ببندند. روحین شروع کرد به در زدن. گفت می شود بیایم تو؟ میراندا در را باز کرد. روحین سالنامش را دستش گرفته بود و زیر لب چیزی می برد. میراندا را که دید چشمهایش گرد شد. میراندا روی لبه تخت نشست و گفت کمک کن زیپش را ببندم. روحین زیپش را بالا کشید. میراندا بلند شد و چرخی. روحین سالنامه را روی تخت گذاشت و گفت تو خیلی جذابی. میراندا گفت چی گفتی؟ روحین گفت خیلی جذابی. میراندا دوباره نشست. با اینکه میدانست این حرف برای روحین هیچ معنایی ندارد، نبضش به شماره افتاد. شاید روحین به همه زنها همین را میگفت. شاید این کلمه را از تلویزیون شنیده بود یا روی جلد یک مجله دیده بود. روزی را که دیو به ماپاریوم رفته بود یادش آمد. آن موقع فکر میکرد معنی حرف دیو را میداند. آن موقع این کلمات برایش معنا داشتند. میراندا دست به سینه ایستاد و به چشمای روحین خیره شد. گفت یک چیزی را به من بگو. روحین ساکت بود. گفت این حرف یعنی چی؟ روحین گفت کدام حرف؟ گفت همان جذاب یعنی چی؟ روحین سرش را پایین انداخت. انگار خجالت میکشید. گفت نمیتوانم بگویم. میراندا گفت چرا؟ گفت آخر یک راز است. لبهایش را روی هم فشار داد. طوری که وسط آن کاملا سفید شد. گفت این راز را به من هم بگو. میخواهم بدانم. روحین روی تخت کنار میراندا نشست و با پشت کفش‌هایش شروع کرد به ضربه زدن به لبه تشک. ناآرام و عصبی خنده‌اش گرفت. انگار کسی قلقلکش می‌داد. بدن لاغرش از شدت خنده تکان می‌خورد. میراندا با اصرار گفت بگو به من.
به من هم بگو. خم شد و مچ پاهای او را محکم نگه داشت. چشمهای روحین از شدت خنده مثل یک نخ نازک شده بود. به میراندا نگاه میکرد. میخواست دوباره پایش را به تشک بکوبد، اما میراندا آن را محکم گرفته بود. روحین خود را از عقب روی تشک انداخته بود. دستهایش را دور دهانش حلقه کرد و بعد آهسته گفت: یعنی کسی که دلت بخواهد پیشش بخوابی، با اینکه اصلا نمیشناسیش. کلمات روحین تا زیر پوستش نفوذ کرد، درست مثل کلمات دف در ماپاریو. اما به جای احساس گرما بدنش بی‌حس شد. یاد سوپر هندی افتاد، یاد لحظه‌ای که بدون دیدن عکس مادوری، دیکشیت که همسر دف به او شباهت داشت، مطمئن شده بود که او زن زیبایی است. همان کاری که پدرم کرده، کنار کسی نشسته که نمی‌شناخته، کنار یک زن جذاب، حالا هم به جای مادرم پیش او می‌خوابد. روحین کفشهایش را در آورد و روی میز جفت کرد. بعد لحاف را کنار زد و با سالنامه‌اش توی رخت خواب خزید. یک دقیقه بعد چشمهایش بسته شد و کتاب از دستش افتاد. میراندا آنقدر روحین را نگاه کرد تا پسرک کاملا خوابش بود. رو تختی با نفسهایش آهسته بالا و پایین می‌رفت. او مثل دف بعد از 12 یا حتی 20 دقیقه هم بیدار نشد. میراندا لباس شبش را درآورد و بعد دوباره شلوار جینش را پوشید. کفش‌های پاشنه بلندش را داخل کمد گذاشت و جورابش را لوله کرد و توی کشو فرو کرد. روحین هنوز بیدار نشده بود. بعد از اینکه همه چیز را سر جایش گذاشت، روی تخت نشست. به طرف روحین خم شد و از نزدیک نگاهش کرد. دور لبهایش پودر سفید کیک برنجی چسبیده بود. سالنامه‌اش را برداشت، آن را ورق زد و در همان حال به داد و فریادهایی که روحین در خانه‌اش در مونترال شنیده بود فکر کرد. تصور کرد مادرش با همان لباسی که هفته‌ها به تن داشته و با همان چهره زیبایی که دیگر پر از نفرت شده بود از پدرش پرسیده: او خوشگل است؟ جذاب است؟ پدرش انکار کرده یا خواسته موضوع رو عوض کند و مادر روحین جیغ زنان پرسیده: بگو، بگو جذاب است یا نه؟ و سرانجام پدرش اعتراف کرده که بله، و مادرش به شدت گریه کرده است، آنقدر که چشمهایش مثل قورباغه پف کرده و بعد هق هق کنان گفته: چطور توانستی؟ چطور توانستی با زنی باشی که اصلا نمیشناسی؟ میراندا گریهش گرفت. آن روز در ماپاریوم تمام کشورها آنقدر نزدیک بودند که میشد لمسشان کرد. صدای دف به سرعت به شیشه ها میخورد و بر میگشت و از آن سر پل از فاصله 10 متری به گوشش میرسید. صدا آنقدر نزدیک بود و پر از گرما بود که کلمات تا روزها بعد در ذهنش جریان داشت. میراندا بیشتر و با صدای بلندتری گریه کرد. نمی توانست خودش را نگه دارد، اما روحین هنوز خواب بود. با خودش فکر کرد روحین دیگر به صدای گریه زنانه عادت کرده. روز یک شنبه دف تلفن زد تا به میراندا بگوید که دارد راه می افتد. گفت: من تقریبا آمادم، تا ساعت 2 میرسم آنجا. میراندا داشت برنامه آشپزی تلویزیون را تماشا می کرد. زنی به یک ردیف سیب اشاره می کرد و توضیح می داد که کدام یک برای کیک پختن مناسب تر است. با زنگ تلفن صدای تلویزیون را بسته بود. گفت: امروز نباید بیایی. گفت: چرا؟ به دروغ گفت: سرما خوردم. هرچند زیاد هم دور از واقعیت نبود، چون بینی و گلویش در اثر گریه طولانی گرفته بود. تمام صبح را توی رخت خواب مانده. این را گفت و دف ادامه داد: انگار حسابی دماغت گرفته. و بعد مکسی کرد و گفت: چیزی لازم نداری؟ گفت: نه، همه چیز هست. دف گفت: مایعات زیاد بخور. میراندا گفت: دف؟ دف گفت: بله میراندا. میراندا ادامه داد:
آن روز که به ماپاریوم رفته بودیم یادت می آید؟ دف با خنده گفت آره یادم میاد. گفت یادت هست چی گفتی؟ دف لحظه ای سکوت کرد. بعد بی صدا خندید و گفت گفتم بیا برگردیم به خانه. خب پس قرارمان یک شنبه بعد. باشد؟ روز قبل میراندا در حین گریه با خود فکر کرده بود که هیچ چیز را فراموش نخواهد کرد. حتی شکل اسمش را به زبان بنگالی. کنار روحین خوابش برده بود و وقتی بیدار شده بود روحین داشت روی مجله اکونومیست که میراندا زیر تخت پنهان کرده بود هواپیما میکشید. به برچسب آدرس روی مجله نگاه کرده بود و از میراندا پرسیده بود که دو آجیت میترا دیگر کیست؟ میراندا دو را در گرمکن و کفش ورزشی تصور کرد که داشت از پشت تلفن میخندید. می دانست که تا چند لحظه دیگر به طبقه پایین پیش همسرش می رود و به او می گوید که آن روز برای دویدن بیرون نمی رود. احتمالاً می گوید عضلش ضرب دیده و بعد دستایش را کش و قوس می دهد. می نشیند و روزنامه می خواند. میراندا برخلاف تصمیمش هنوز هم از بودن با او بدش نمی آمد. تصمیم گرفت یک یا شاید دو یک شنبه دیگر هم با او باشد و بعد نتیجه‌ای را که در این مدت به آن رسیده بود برایش بگوید. اینکه نه برای خودش و نه برای زن دف منصفانه نیست و اینکه هر دوی آنها استحقاق زندگی بهتری را دارند و کش دادن ماجرا دیگر لطفی ندارد. اما یک شنبه بعد برف می آمد و آنقدر تند و شدید می بارید که دو نمی توانست به همسرش بگوید می خواهد با چارلز بدود. یک شنبه بعدی برف ها آب شده بود. اما میراندا با لاکشمی قرار گذاشته بود و با هم به سینما رفته بودند. و وقتی از پشت تلفن این خبر را به دو گفت دو اصرار نکرد قرارش را به هم بزند. سومین یک شنبه صبح زود از خواب بیدار شدند و برای پیاده روی بیرون رفتند. هوا سرد ولی آفتابی بود. برای همین تمام راه را تا خیابان کامانولس پیاده رفت. از رستوران هایی که دیو در آنها دست او را بوسیده بود گذشت و به مرکز علوم کریستیان رسید. ماپاریوم تعطیل بود. از همان نزدیکی ها یک فنجان قهوه خرید. روی یکی از نیمکت‌های میدان خارج از کلیسا نشست و به ستون‌های عظیم و گنبد بزرگش و به آسمان آبی گسترده بر روی شهر خیره شد. خب دوستان، این بود داستان جالب جذاب نوشته نویسنده بزرگ جونپا لاهیری. بسیار بسیار متشکریم از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. بسیار بسیار متشکریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.